خب بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر، شادتر، سالمتر در انتظارتون باشه. برنامه امروز جمعه 26 ماه ژوئن سال 2020 یا 2020 میلادی رو شروع میکنیم. برابر است با 6 تیر ماه 1399. مهمترین خبر اینه که دیروز در ایران یک محلی رو که اول میگفتن محل نظامیه، بعد گفتن نیروگاه، گویا منفجر شده، حالا یا چیزی اونجا بهش اصابت کرده یا اشکال پیش میاد توی کارخونه ها و اینجا. تو همین آمریکا هم چند مدت پیش حتی توی یک شرکتی که وسایل آتش بازی میفروخت انفجاری رخ داده بود که خیلی چیز شده بود و اینها. در صورت اگر کسی خبر موثقی داره لطف کنه برای ما هم بفرسته، ولی نه از این خبرها که یه عکسی رو نشون میدن یه جایی یه نوری پشت یه تپه‌ای، بعد تازه میگه حالا به نظر شما دست کار دست خود مجد دست خود دولت بوده توی این، یعنی به صورت دسیسه توی این انفجار، یا اینکه مجاهدین این کار کردن. میگم آقا من نشستم توی اتاقی تو آمریکا چه خبر دارم؟ و قرار بود شما به ما خبر بدی، نه اینکه ما به شما خبر بدیم. البته همه چیز عوض شده. الان شما اگه نگاه کنید گزارش‌های آمریکایی، فیلم‌های آمریکایی داره از یه دادگاهی خبر میده، بعد توی همون فاصله بریک یا استراحتی که میکنن میگه خب حالا به نظر شما کی اینجا گناهکاره؟ میگم آقا من چه میدونم کی گناهکاره؟ شما 10 سال رفتید تحقیق کردید هنوز نمیدونید کی گناهکار هست، به همین خاطر طرف رو بردید دادگاه، هیئت جوری اونجا نشسته، قضات اونجا نشستن. اون وقت من نشستم اینجا، شما از من پرسید کی گناهکاره؟ گفت در بیخبری ای دوست 100 مرحله من پیشم، تو بیخبر از دنیا، من بیخبر از خیشم. خب بگید ببینیم که دوستان در شهر و دیار شما چه خبره، مثل اینجا سر صدا هست یا نه، همه چیز تکنیکش رفته بالا، اینایی که میان چمن میزنن همه متاسفانه یا خوشبختانه از این موتورایی دارن که هر کدومش یه صدای برای خودش در میاره. بذارید ببینیم که اینجا چه خبره و چه چیزایی براتون جمع‌آوری کردم. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران هستیم، و یک تکستی برای آقای سعیدی فرستادم، ایشون گویا تکساشو دیر به دیر میگیره، باید ببینم چه چیزی رو زودتر ایشون میگیره. اگر تلفن واقعا سریع ترین هست با تلفن باشون تماس میگیره، چون از سفر آمدن و برای من نوشته بودن شنبه با شما خواهیم بود و من براشون نوشتم اگر جمعه با ما باشید بهتره، چون جمعه بیننده های بیشتری داریم، هم ایران تعطیلن هم اینجا، هم روز جمعه که میشه دیگه ملت بعد از ظهر همه فکر این هستن که برن پولشون رو بگیرن، الان هم که همه بیکارن بماند. اگر ایشون آماده بود امروز ساعت 5 بعد از ظهر بعد از برنامه آقای حسن ارشاد با آقای عباس سعیدی خواهیم بود. ایشون یک متریالیزم هستن، این ایزما رو باید بشناسیم، الکی به این و اون تهمت نزنیم، ای آقا تو کمونیستی، ای آقا تو لنینیست هستی فلان اینا. من الان که نگاه میکنم میبینم که اشتباه میکردیم. خیلی ممنون. آقای قوانلو میگن که چند منبع گاز بوده منفجر شده به خاطر نشت گاز و هیچ خرابی و خسارتی نداشته خوشبختانه. ما هم خوشحالیم که هیچ غرامتی یا خسارت جانی نداشته. این غرامت‌های فیزیکی و اینا همش قابل تعمیره، اون چیزی که قابل تعمیر و به اصطلاح جایگزین نمیشه جان انسان هاست، که اینو متاسفانه حکومت‌های دیکتاتور نمیفهمن. همین دیروز باز با خبر شدیم که 3 جوان رو میخوان اعدام کنن. آقا اینا رو اعدام نکنید، اینا رو باهاشون صحبت کنید، ممکنه یه سال تو حبس باشن، حتی بذاریم بیان با خانواده هاشون باشن. اینا ممکنه بعدن بگن ما اشتباه کردیم که به خاطر قیمت بنزین رفتیم فلان بانک آتیش زدیم، یا فلان ما گوش دادیم به فلان تلویزیونی که با خانمش نشسته اینجا پای منقل، بعد به ما گفته برو آتیش بزن فلان بسار. هی زرت و زرت اینا رو نکشید.
اگر اعدام انسانها، به دار آویختن انسانها از این تگزاس یا گرفته، از این فیلم های وسترن گرفته تا اون داستان های موسی و عیسی و سنگسار و اینها، اگر کار میکرد تا از اون شمشیر زدن و گردن زدن عربستان گرفته، اگر اینا کار کرده بود در طی هزاران سال، خب دیگه الان بشر کارش درست شده بود. ولی میبینیم بدتر و بدتر شده. یه جایی جوون بودم میخوندم که گویا آمریکایی‌ها این آلمانی‌ها رو که گرفتن و اینها خیلی باشون خوب رفتار میکردن بعد جنگ جهانی دوم. فقط فیلمایی که گرفته بودن نشون میدادن اینا وقتی بمب میندازن اینجوری میشه و اینا، که حالا خود آمریکا هم دست کمی نداره چه کارایی کرد، کجاها رو آتش زد تو ویتنام و اینها، میگن اون افرادی که توی اون کمپ بودن خودشون اصلا دیوونه میشدن، بعضیا خودشون خودکشی میکردن. بمانند اینم از این ماجرا درباره اعدام اون سه جوان هم اگر کسی خبر موثقی داره لطف کنه ارسال کنه. و اما آقای عباس سعیدی رو بهتون گفتم که ایشون ماتریالیسم هستن. ماتریالیسم یعنی ماده باوری نه مادی، و جهانبینی ماتریالیستی بعضی ها میگن قانون جنگله، برو قوی شو اگر برو قوی شو اگر چی خواهی که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است، اگر برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. اینو تو زورخونه آسونه سید علاءالدین حسین من اونجا یاد گرفتم، این مرشدی که دم میگرفت میگه آقا برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. به ما همیشه یاد داده بودن که بریم مثل حیوانا بپریم به هم دیگه، در صورت که یکی نگفته بود که آقا اگه منطق داشته باشی احتیاجی به قوی شدن نداری. و اما این آقای از عباس سعیدی رو گفتم. دوستان ما هفته قبل از هفته قبل، دو هفته قبل یه مشکلاتی پیدا کردیم و مجبور شدیم که یه سری دستگاه‌های دیگه بخریم. و خب بعضی وقتا ماها میریم از اون رادیو تلویزیونایی که آمریکایی هن تو واشنگتن هم تا دلتون بخواد زیادن، از اونا وسایل کهنه اونا رو میخریم که از وسایل نو خودمون خیلی بهترن. در صورت توی این خریدن و اینها ما الان یه چند تا وسیله اضافی داریم. یکیش یه دوربین کوچولویی هست که بهش وبکم میگن، لاجیتک C910، C علامت ABC 910. بذارید بهتون نشون بدم که اتفاقا توی ای بی دیدم قیمتشو زده بود $100. نه $100 نیست، باید ارزونتر باشه. و حالا من میخوام به شما یه دیل خیلی خوب بدم، ببینم ما اصلا میتونی. این آقای شهرام و همایون دیروز نگاه میکردم و دیدم دیگه حالا دارن باکس میفروشن، واقعا از هست فروشی، پرچم فروشی، تور نمیدونم کشتی عشق فروشی به کجاها رسیدن. بذارید من بنویسم C910 لاجیتک اینه. و دیدم چقدر آسون از مردم پول میگیرن. مثلا تا گفت که برای مهندس فلانی یه دونه صندوق باز کنیم، و خودش گفت من اولین $100 میدم. میدونید تشویق میکنه. نمیدونم خانم رخسان، رخسانا گنجی، یکی از مفتخورترین هاست، چون ایشون باباشم وزیر بود، اتفاقا وزیر آموزش پرورش بوده که من توی اون آموزش پرورش دبیر بودم. اینجام که بود آقای گنجی چندین بار من باش مصاحبه کردم، اگه برید روی یوتیوب و اینا بنویسید بزنید پیدا میشه که سوربی و دکتر منوچهر گنجی. حالا اونم $100، اونم $100، اونم $100، یه دفعه میگن آقا شد $1000 تموم شد. ولی ما اینجا وقتی میخوایم یه باتری بخریم میگیم این باتری $80، $100، کلی مکافات داریم. بعد میچرخه میچرخه، تازه باز همونایی که قبلا کمک کردن. این دوربین دوستان، این دوربینا باور کنید از دوربینایی که قبلا $16,000، $6,000، $400، $500 بود بهتر میگیرن. چون اولا این لنزش زایسه، زایس آلمان یادتونه، بعد اینا استریو هستن، دو تا
میکروفون دارن اینجا، به صورت استریو ضبط میکنه، بعد یه پایه خیلی قشنگی درست کرده اینجا که این روی کامپیوترتون قرار میگیره و الی آخر. و این هست که گفتم بهتون توی ای بی الان بهتون نشون میدم، نوشته 98 دلار یا بله نوشته اگه یک کیشو بخرید 90 دلار 89 و 90. بعد میخوام ببینم برای فرستادنش هم ازتون پول میگیره، نوشته نه مجانیه. ببینید من اینجا الان دارم لایو بهتون نشون میدم، select area buy now add to cart. ببینید اینه، این اگه کسی با اسکایپ میخواد استفاده کنه، با بچه هاش تماس میگیره، برنامه رادیو تلویزیونی داره، به فکر داشتن برنامه رادیو تلویزیونی اینا هست، اینا رو میتونه استفاده کنه. حالا بعضی وقتا شما این دوربینو که میخری میذاری یه مقداری دور هست از اونجایی که خودت نشستی و احتیاج داری که میکروفون هم داشته باشی. من این میکروفون رو گرفته بودم قبلا برای موقعی که برنامه‌های خودم تنهایی بود و این خیلی میکروفون قوی و خوبی هست. این میزدی به کراواتت اینجوری، اینجوری سیمش اصلا پیدا نیست، برعکس اونایی که میکنن اینجا شنو سیم پیدا هست و اینا، میبینی اصلا مثل گل کراوات نه. اون وقتا اونایی که کارمند بودن یادشونه این کراوات رو یه چیز میزدی اینجا وقتی دلا میشدی که این کراوات نره تو دستگاه کپی ماشین، نره تو چایی و اینها، این تقریبا مثل اونه. و اینقدر ظریف این سیم را از اینجا آورده و برده داخل و میتونید هم مستقیم خود اینا استفاده کنید بدون آمپلیفای. ببینید اینجوری نصب میشه میخوره به کامپیوترتون، یا اینکه میتونید از این جنسش هم سونی هست، یا از این استفاده کنید که یه باتری میخوره، اینو میزنید داخل این، اون وقت اینو میزنید به کامپیوترتون. عکسش هم بهتون نشون میدم. پس این شد دو قلم. خود این حدود 40-50 دلار الان توی سایت ها میفروشن. و یه چیز دیگه دارم که یه دفعه هم نشون دادم و یکی از دوستان یه دونش از ما گرفت، چون ما 4 تا داشتیم. این AVG اینترنت سکیوریتی هست. هر کدوم از این باکس رو که من برای شما میفرستم برای 5 تا کامپیوتر خوبه، میزنید به کامپیوترتون شماره میزنید، اونا هم برای شما میگن گرفتیم دریافت شد. این 80 دلار بوده ولی ما 20 دلار 10 دلار هم حتی میفروشیم. اینم اینه. پس شد دوربین، میکروفون، این اینترنت سکیوریتی. حالا یه چیز دیگه بهتون میگم. یک دوستی به نام حامد چند مدت پیش به ما یه دونه باکس داد. این باکس بهش میگن A95X نیکس باکس و با ریموت میاد، با اینم وصل میشه به برق و از اینجا هم سیم میزنی میره به تلویزیونتون. حالا این چه کار میکنه؟ این اولا خیلی پروگرام های مجانی میتونید داشته باشید، ولی این دوستان روزی که اینو گرفتن پروگرام ایرانیان IPTV رو گذاشتن روش. یعنی میتونم بگم تمام، نمیگم دروغه، تمام قدر مطلق تمام دروغه، میتونم بگم بیشتر تلویزیونای ایرانی رو گذاشتن، تلویزیونای ترکی، فیلمای ایرانی ترکی. اجازه بدید من دوستان اینا رو یه خاموش روشن کنم که خراب نشه بیام سراغتون. پس میزنیم اینجا 3 4 5 ببخشید این دارم اینا رو ردیف میکنم 7 و 8. اینم پیپل اگه خواستید حمایت کنید. پس شد دوربین، میکروفون، اون سکیوریتی برای اینترنت و این باکس. این باکس به تنهایی خود این دوستان 199 دلار میفروشن. حالا ما همه اینا رو برای که تنبل هستیم میخوایم یه جا بفرسیم و ترجیحاً در آمریکا، شاید هم کانادا، اینا رو حاضریم مثلا همه رو بدیم 200 دلار، همه رو بدیم 150 دلار، همه رو بدیم 100 دلار. دیگه چی بگیم بابا؟ طرف بود میگو حراج شده، صاحبش مرده، چوب حراج زدیم بهش، حالا ما خودمون نمرده اینجا داریم اینا رو حراج کنیم. پس یک وبکم لاجیتک C910 استریو با لنز خوب،
همه اینا رو هم من انقدر چیزها رو خوب نگه میدارم واقعا لایک نیو، مثل نوه. و یه میکروفون سونی که دیدی چقدر قشنگ روی کراوات یا روی یقه پیرن هر جا بسته میشه، سیمش هم رد میکنید پیدا نیست و اینها. و یه دونه هم اینترنت به اصطلاح سکیوریتی اینترنت که این باکسه، ولی شما باکسش هم احتیاج ندارید، یک مقوای داخلشه، اونه که میفرستین اون شماره و اینا هست که وریفای میکنه یا اکتیویت میکنه اون. و دیگه چی؟ و اون باکس تلویزیون ایرانی ها و اینها، که فقط تلویزیون ایرانی ها هم نیست، یه پروگرامی به نام کودی داخلش هست و یه پروگرامی روی اون هست، نعوذن بالله چه فیلم هایی که شما میتونید ببینید. میخواستم یه عکسی بگیرم حقیقت روم نشد، چه فیلم هایی که فیلم تو سینماست تو اینم میتونید ببینید و الی آخر. در صورت حالا اگه شما بیشتر از منم وارد باشید اینا رو نصب کنید که دیگه فبه ها. خب اینا رو ما بذاریم این ور، این کاغذ ها و این وسائل رو، و اگر کسی میخواد با ما با این شماره تلفن 202-695-2573 یا با ایمیل تماس بگیره تا ترتیب به اصطلاح ارسال این وسائل رو براشون بدیم. و اما گفت پروانه سوخت، شمع فرو رفت و فرو ریخت و شب گذشت، ای وای من. این داستان ماجرایی هست که بله او نه برای شما میاد همش. آقای سم که سال هاست، من هیچوقت یادم نمیره اون لپتاپ هایی که شما به من دادی و اینها، یکیشو با پسرم معامله کردم دادم به اون، ویندو ازش گرفتم، یکیشو دادم به یه دانشجوی مال جی ام یو که هنوز باهاش در تماسم و تشکر میکنه، میگه وقتی من اومدم اینجا پول نداشتم لپتاپ بخرم و اینا. اینا برای بعضی ها مهم نیست، ولی من هر وقت میگم بغض مثلا میاد سراغم. این دیروز یه نفر آقای پتیک برای من 50 دلار فرستاده بود، من نامه هایی که میاد داخل چیز میبینم، عکسشون رو صبح برای من میاد که این نامه ها توی پست داره میاد، بعد وقتی میاد اینجا اینو ما بیاریم داخل گاراژ یه روز نگه میداریم، قرنطینه میشه، بعد بیاد داخل که اگر کووید 19 باشه بمیره. ولی خب من میدونم، تا ایشون نوشته بود که این فیلم ارمنی رو نشون بده و من 50 دلار گفتم آقا نمیخوام، تو دیگه از بس برای ما پول فرستادی ما باید التماست کنیم که نخ. اون 50 دلاری که فرستاد، نامه‌ای که مال پریروز بود و اینجا از قرنطینه در اومد باز کردم، این دختر خانم بلا که سرطان داره، بله برین کانسر، سرطان مغز داره و این بود. من سال هاست که به بیمارستان فیرفکس هاسپیتال به بچه ها و این سنت جود وقتی یه خانواده میاد میارنشون اینجا هتل، میبرنشون، نه پول هتل ازشون میگیرن نه پول، مثل بیمارستان ایران نیست بره بگه تا پول نریزی به پذیرش ما جراحی نمی کنیم. و فکر میکنم، ببخشید شادم یه کمی من چی میگن سخی القلب شدم، فکر میکنم که این سوربی دیگه 64 سال عمر کرده، اگه بین من و یه بچه 10 ساله قراره تصمیم بگیرن، خب باید اون بچه 10 ساله رو زنده نگه دارن. توی فیلم ها هم دیدیم اگه توی قایقی یه جایی میخواد چی بشه، اول بچه ها و خانم ها رو نجات میدن. چرا خانم ها؟ برای که اولا اینا هستن که میتونن زندگی اونا رو نگه دارن، ما رو اگه با بچه ها ول کنن که دو روز دوم این بچه ها یکی یکی تلف میشن از گشنگی و از عدم تربیت و اینا بمانن. در هر صورت من تا این نامه اومد، اینم که دستمو میگیرم اینجا برای که اسم و مشخصات و آدرس منه، تا این اومد من گفتم خب من میخواستم 50 دلار بدم، 50 دلار هم مال پتیک داره میاد. وقتی هم پتیک میگه پول از بانک من مطمئن ترم، یعنی این چکی که میفرسه، یادم سالها پیش وقتی آقای فیلابی از ما سوء استفاده میکرد برای سازمان مجاهدین، این مجاهدین وقتی میمدن اینجا بعضی هاشون حتی پول میدادن به آقای فیلابی که بده به تلویزیون مردم، ایشون هم گذاشته بود تو جیبش، یه دفعه گفت که
ببین پولت اینجاست، من دو بار دیدم و یادم رفته، گفتم که شما مهم چیز هستی، مطمئن هستی و مثل سیف میمونه. سیف اینجا صندوقای بانکی رو میگن سیف، یا صندوقای سنگینی که خودتون تو خونه میذارین، یا برای اسلحه، یا برای کاغذای با ارزش، یا برای پول، اینها نسوز هستن، بهشون میگن سیف، صندوق امنه. بعد آقای فیلاوی گفت که به فارسی میدونی چی میگن؟ گفتم نه. گفت میگن گاف صندوق. حالا با این هیکل من این صندوق خیلی شوخ آقای فیلاوی، نگاش نکنید اینجوری پهلوانیش اینا رو به خطر انداخت. خب بعد آقای سم، همه اینا رو من گذاشتم برای شما و اون قسمت کودی وقتی رفتی اون مواظب باش. حالا میدونم دیگه پسر شما بزرگ شده و اینها، ولی خلاصه فیلم داره، چیزای تریپل اکس و نمیدونم چند تا اکس داره و اینها، ولی از همه مهمترش اون ایرانیان آی پی تی وی رو داره که میزنی ماهواره ها رو نشونت میده، فیلم ها رو نشونت میده و الی آخر. فقط لطف کن در قسمت خصوصی برای من آدرست رو بفرست تا من اینا رو فردا، نه دوشنبه، برات پست میکنم. یه بسته هایی هست پستخونه، شما وقتی اونو میخری همون پول قطی رو که میدی دیگه، اگه سنگم پر کنی توش، اگه سربم توش پر کنی، همون پول رو میگیرن، میگن تا اونجایی که تو بتونی بتپونی و بچپونیش توی این قطی ما همونقدر میگیریم. اولم خیلی ارزون بود، الان یکم گرونتر شده، ولی بازم مهم نیست. دوستان پست آمریکا به خاطر این شالاتان ترامپ داره بسته میشه. بله یو پی اس هست، فدکس هست، دی اچ ال هست، صد جای دیگه هست، پرایم، آمازون، نمیدونم اون کار انجام میده یا فقط چیزهای خودشون. ولی سعی کنید پست محلتون رو، پستخونه و اینها رو حمایت کنید. حتی یه کسایی هستن میرن تمر میخرن و من هر وقت میگم تمر یادم میاد که اولین بار تو برنامه تلویزیونی گفتم تمبر پستی و یه خانم دکتری زنگ زد برو بی سواد، تو به تمبر پستی میگی تمبر؟ گفتم خانم نوشته ت م ب ر. گفت این هر بی سوادی میدونه. گفتم خب تو که بی سوادی میدونی، من نمیدونم با چی بگم. گفت بهش خونده نمیشه. گفتم خب اگه خونده نمیشه مگه چرم دارن مینویسن؟ خب بنویسن تمبر پستی. در صورت اینم خاطرات ما. My address comes with paper. کار درسته دیگه، من که حریف تو نمیشه. پس من به شما اینا را، شاید یکیشو من استفاده کرده باشم، چهار تای دیگه باشه، ولی وقتی استفاده کردم بعد چون اینترنت بیزینس گرفتم، خط جدا کردم، این بیزینس 10 تا سکیوریتی من داد و اینو من ورداشتم. یا 5 تا یا 4 تا میتونی به اصطلاح دیگه خودتون واردید، میزنید وقتی اینستال کردید میگه اکتیویت. حالا اگه این قطعه جاش شد جاش میدم، اگه نه فقط این کاغذه رو شما لازم دارید که داخلش هست و توی اون توضیح داده چه وبسایتی باید بری و کدش هم نوشته. حالا ما کدر اینجا ندیم، دوستان زبل کدو بردارن قبل از اینکه به دست شما برسه اونا استفاده کنن. اینم اینترنت سکیوریتی. و بابا پس ما هم اینقدر به خودمون چیز میکنیم، بالاخره تونستیم بفروشیم یه چیزی رو. البته این هم شد ماجرای همون شهرام و مایون. شهرام و مایون وقتی خودش پول دار، خانمش هم نمیگه خانم من، میگه دکتر عزیزی، دکتر خانم مریم عزیزی $100 دادن، خانم رکسان گنجی $100 دادن، آقای فلانی $300 دادن. بعد گفت آقا ما قرار نیست اینجا هی صندوق باز کنیم، هی صندوق ها رو خودمون پر کنیم، قرار مردم بیان. حالا من نمیدونم این صندوق ها رو برای چی میخوان. الان میگه وضع پولیشون خوبه، رو دو تا کانال هستن، دولت در تبعید که یکی نیست. شاید من زنگ بزنم با آقای همایون بگم آقا کی شما رو تبعید کرده؟ شما تبعیدی نیستین، شما مهاجر هستید. بگید دولت موقت، بگید دولت در خارج. چرا از بنا، از پایه، از اساس اسمش رو هم حتی غلط میگید؟ سم جان خیلی ممنون، متشکرم. این چند تا قلم رو بذاریم اونجا. آها اون میکروفون هم اگر آمد
آمپلیفایرش کار نکرد باتری میخواد. حالا سم میگه این سوالی فکر کنم چیزها رو هم که میفرسته بعدا سیم هم نداره. حالا یکی یکی میگه که نمیدونم سکیوریتی یک اینترنت سکیوریتی یکیش کمه این چیزه. چون دلیلش اینه، چون من از آمپلیفایرش استفاده نمی کنم. دلیلش هم اینه که کامپیوتر من هم نزدیکم هست، هم کامپیوتر من به خاطر اون آدیو کارت و ویدیو کارتی که دارم خیلی قویه و کنترلش میتونم از اینجا. حتی اون چیزای میدونید دوستان، شما همتون پایین کامپیوتر سعید کی میای اینو درس بدی، پایین کامپیوترتون اونجایی که ساعت و تاریخو میبینید یه علامت بلندگو میبینید، اوکی؟ اونجا روش اگر رایت کلیک کنید باز میشه، همه زندگی آدیوی شما رو نشون میده، چه دستگاه‌هایی دارید برای ضبط کردن، چه دستگاه‌هایی دارید برای پخش کردن. من تازه هفته پیش که اینا رو آمدیم و عوض کردیم و گذاشتیم فهمیدم که ما اینجا دیجیتال آدیو هم داریم که با نور، مثل فایبر میگن، فیبر نوری، البته این با نور. هیچ وقت حالا من دیجیتال آدیو رو استفاده نکردم. پشت کامپیوترتون بهش میگن بک پنل، اون بک پنل یه پلاستیک انقدیه، میکشینش بیرون میبینید یه لامپ قرمز همینجوری روشنه. چرا اینو میزنن؟ لابد میخوان نورش چیز رو اذیت نکنه. خیلی ممنون، متشکرم از حمایتتون. و اما ترامپ در سراشیبی است، از لحاظ انتخابات وضع خیلی بدی داره. امیدوارم این بایدن، جو بایدن خراب نکنه، چیزای عوضی نگه، تاریخ‌ها رو اشتباه نکنه. فعلا این در به در، کوچه به کوچه ترامپ تو خیابون میره و از این شهر به اون شهر و داره این مرض کووید 19 یا کرونا رو به اصطلاح هی به این و اون سرایت میده. حتی 12 نفر از سیکرت سرویس، همیشه من میگم چرا به اینا میگن سیکرت سرویس؟ اینا که معمولا هیکلشون هم گوندن، همشون هم عینک دودی میزنن، این دیگه چه سیکرسی پشت اینه؟ چه سیکرت سرویس یعنی سرویس مخفی؟ چه مخفی؟ در اصل این دیگه اسمی بوده که درست شده، همیشه بوده و اینها. این وقتی رفته این ور اول 2 نفرشون گرفتن، به خاطر اون 2 نفر حالا 12 نفر که با هم بودن، این ماجره 12 و 2 جین یا دزن اینجا هم ببینید چیه. سر سفره عیسی نشسته شام میخوره، 12 نفرن. امامای ایران 12 نفرن. نمیدونم همه چی 12 12 12. این رو هم چیز میکنیم. خب و اما ترامپ هی داره میره. اون روز بهش میگن تو که داری میری این شهر، توی کلیسای سربسته 3000 تا دانش آموز میاد، نگران نیستی؟ میگه نه، they are beautiful. ازش میپرسن شما نگران سلامتی اینا نیستی؟ میگه نه، اینا آدم های زیبایی هستن، جوون هستن، قوی هستن، یعنی اگه بگیرن هم مهم نیست. شعور نداره این جوونه، مخصوصا اینایی که مذهبیان، احیانا الان هم هنوز با پدر مادرش زندگی میکنه، بر میگرده میره خونه ننو باباش مریض میکنه، میره اونجا به اصطلاح پدر بزرگ، مادر بزرگ، دوست، فامیل، اونا رو مریض میکنه. ولی این براش مهم نیست، فقط براش بردن مهمه. چرا برای این انقدر برنده شدن مهمه؟ چون در زندگی آدم بازندهی بوده. دوستان شما نگاه کنید یه کاری که انجام میدید چقدر خوشحالید که این کار رو خودتون انجام دادید. این نه که از اول زندگیش، ببخشید میگفتن با چیز فلانی داماد شده، این یه عقدهی پشت این کلش خوابیده که نتونسته هیچ کاری بکنه. لو لایف، آدم پس فطرتی هست، لو ایژوکیشن. حالا یه مجسمه من دارم، میدونید که الان تو این آمریکا هی دارن مجسمه ها رو میکشن پایین، ولی یه مجسمه ای رو قرار شده اینو ما هم نشون بدیم و اینو نکشن پایین، یا اصلا درستش کنم. اینم قرار بود اینجا بذارم، یا ببینیم اینه فعلا تا اونو پیدا، اها پیدا شد. بله نگاه کنید، اولا اگه مجسمه از ترامپ بسازن و نخواد مثل دکتر دروغ بگه، قدشو بلندتر بگه، وزنشو کمتر بگه، اینها، اون مجسمه این شکلی خواهد بود. چون تازگی ها یه مسئله
فیزیکلی یا چیز پیدا کرده. ببین آقا، والا ما فکر میکنیم عشقمون دم مشکمونه، ولی اینا ما را عشق ما رو در میارن. میگه من پول رو برات فرستادم، تکسیش هم فرستادم، پول شیپینگش هم برات فرستادم. آقا دمت گرم، خیلی ممنون. خب نگاه کنید، این memory of Donald J. Trump، یعنی به یاد بود دونالد ترامپ. حالا ببینید تعریفاش چیه. نوشته the innocent man who did his who hid یعنی قایم کردن، از کلمه hide hidden hid میاد، یعنی کسی که ورقای مالیاتیشو قایم کرد. ببینید تا اینو میگه دیگه اون innocent نیست، معمولا گناهکارا این کار میکنن. بله، the stable genius who did his college who hid his college grade. این خودش به خودش میگه که من یک آدم جینیس، من یک آدم نابغه هستم. میگه این یک آدم نابغه که مثل شاه ایران دیپلمش و نمره‌اش و اینا رو با پولی که فرخانم داده قایم کردن. اون مدرسه روسامتینگ توی سوئیس، شما زنگ بزن بگو آخه من میخوام کتاب اون سالی که شاه ایران از اینجا فارغ التحصیل شده بخرم. آی ملت، من مصدقی نیستم، ولی مصدق وقتی دکتر شده و اولین دکتر قانون یا دکتر لا مال ایران هست، مدارکش موجوده، میتونید برید ببینید چه سالی این دکترا شده و دکترا گرفته و الاخر. ما تا حالا دو نفر رفتن، یکی شهلا خانم بوده، یکی خانم نیر قربانی که با توپ پر 100% مطمئن که شاه هم دیپلم داره، هم لیسانس داشته، هم 7-8 تا دکترات دم دکون قصابی بهش دادن، هنوز بر نگشتن حتی دیپلم دبیرستانشو نشون بدن. و هم آقای دکتر ناصر انقطاع، هم آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، هم آقای عقیلی سرهنگ عقیلی پور، اینها هر سه به استناد سال و تاریخ گفتند که این درسشو تموم نکرده و به صورت اخراج از مدرسه انداختنش بیرون. برگردیم به این شارلاتان، از اون شارلاتان به این شارلاتان. The playboy who paid for sex، معمولا اینایی که پلی بوین انقدر شیکن و خوبن و فلان که حتی یه پولی هم بهشون میدن، ولی the playboy who paid for sex، برای سکس داشتن با زنای خراب و زنای هنرپیشه و فلان اینها این پول داده. این philanthropist یعنی آدمای خیر، مثلا این آقای چیز که میخواست رئیس جمهورم بشه، تلویزیون خودش رو هم داره و خیلی مرد بلومبرگ، این یک فلانتروپیست هست، کسایی که سازمان‌های خیریه دارن. میگه که the philanthropist who defrauded a charity، میگه مرد خیری که سازمان‌های خیریه و غیر انتفاعی رو به اصطلاح فساد و کراپشن و پول کش رفتن و اینها، و the businessman who bankrupted casino. کازینو یه شغل پردرآمدیه که خیلی به ندرت اینا bankrupt یا ورشکسته میشن. این مجسمه رو قرار شده بسازیم. مدرسه ترامپ یادت نره، ترامپ ایرلن یادت نره، ودکای ترامپ یادت نره، گوشت ترامپ یادت نره، کتابای ترامپ یادت نره. من واقعا از این آمریکا ناامید شدم که انقدر، یعنی آدم سقوط میکنه به اینجا میرسه که یه شارلاتانی مثل اینو میذاره تو وایت هاوس. برید ببینید جان بولتون تو کتابش، ضمناً سعید کتاب جان بولتون رو برات فرستادم، یک جنبشی را افتاده برای که پول نره تو جیب جان بولتون، کتابش رو به صورت PDF پخش کردن. من برات میفرستم، 299 صفحه هم چیز هست. از اولین اقدامات ترامپ ممنوع کردن نشان دادن کارنامه های تحصیلی ترامپ بود. بله، حالا همونا میان میگن که این بایدن گفته من فول اسکالرشیپ، فول اسکالرشیپ یعنی
بورسیه کامل گرفتن. بعد میگن نه خیلی دروغ میگه، بورسیه کامل نگرفته. خب بابا باز درسش خوب بوده که الان نصف بورسیه هم گرفته. تو چی میگی که به پول بابات رفتی و الان حاضر نیستی حتی نمراتت رو نشون بدی؟ دوستان عزیز، بازم از یک هایی که شما ممنون و متشکرم. بریم دنبال برنامه. و اما چقدرم نوشتم، اینجا نوشتم فروش وسایل استودیو، اینجا نوشتم فروش دوربین. آقا راحت شدیم، مرسی. و اما یه دوستی ما داشتیم وقتی که هنرستان میرفتیم، خیلی هم شاگرد باهوشی بود، آقای افراسیاب فنایی، و هیکل درشتی هم داشت به نسبت ماها، چون بچه های هنرستان معمولا گنده هستن، این ورانور رد شدن هیچ جا نمیتونن بیان میان اونجا. این آقا از مرودشت 50 کیلومتری صبح بلند میشد با ماشین میومد هنرستان. خیلی هم خوشحال بود که حالا هنرستان محمد رضا شاه میره، نمیخواد هنرستان نمازی بره، هنوز ربع ساعت دیگه تو ماشین باشه. عصرم برمیگرد، شانس آورده بود که هنرستان مثل مدرسه نبود دو شیفت باشه، یه شیفت صبح یه شیفت بعد از ظهر. از صبح ساعت 7 که ما میرفتیم تا 2 بعد از ظهر، 8 ساعت به اصطلاح 7 ساعته ولی 8 ساعت مدرسه کلاس داشت. این آقا از همون قدیما هم عشق آمریکا تو سرش بود و من یادم میاد که آقای خوششانس آمد آمریکا و برگشت و اون کتاب جدول وسترمان و به احتمال زیاد افراسیاب فنایی هم این کتاب جدول وسترمان رو خرید و اینا. 30 تومن بود، خیلی گرون بود. بنده که روزانم 5000 بود، 30 تومن، من که نمیتونستم به پدر مادرم برم بگم اصلا من رفتم هنرستان، چون هنرستان شهریه نداشت. در صورت که دبیرستان که بودیم مکافات شهریه داشتیم. هر 10 بارم تو برنامه تلویزیون گفتیم که آقا شهریه میگرفتن از ما. حالا این شما بگو ماسمون میدادن، یا آقای بود از گلپایگان میگفت به ما کباب میدادن. گفتم والله ما رو کباب میکردن، کجا کباب به ما میدادن؟ بماند. خلاصه این افراسیاب فنایی در فکرش آمریکا بود و اومد آمریکا. و من الان یادم نیست که چجوری بود که بعد از این که اومده بود، دوستای دیگه لابد احتمالاً اون آقای عظیمی و اینا بچه آباده بودن یا دوستای دیگه، باز در تماس بودیم، خبر میدادن که افراسیاب فنایی اومده آمریکا درس میخونه و اینجا هم رفته توی فروشگاه قصابی میکنه، خیلی هم کارش خوبه، پول در میاره. شما اگه قصاب خوبی باشی، بلد باشی چجوری این بغل استخونا رو تمیز کنی، نمیدونم پوست چجوری بکنی، یا اینجا حقوق خوبی میدن. شما میدونید یکی از حقوقهای خوب آمریکا اینه که شما آشغالی باشید، نه چی میگن اینا که زباله جابجا میکنن و اینها. البته کار مشکلیه، خب صبح زود از ساعت 3-2 اینا میان تا 6-7 هم دیگه تموم میشن، کار کثیفیه، باید مواظب باشی اینا. در هر صورت افراسیاب فنایی بعد از اینکه ما تلویزیون مردم رفت روی اون تماشاخانه، 2 نفر، یکی زنگ زد پیغام گذاشت، یکی تکس فرستاد و ایشون تکس فرستاد که شما همون سربی هستی که تو هنرستان بودی؟ گفتم بله. گفت من افراسیاب فنایی هستم. گفتم من کاملا قیافت یادمه. اونم مثل من کمو بود، میدونی بعضی ها ریش از 15 سالگی دارن، بعضی ها تا 21 سالگی هم دوتا نخ اینجا دوتا نخ. اونم اینجوری بود ولی آدم گردن کلوفتی بود، قد بلندی داشت و مردش زندگی میکرد و اینها، و حالا هم گویا آمریکاست، هر جا هست خوب و خوش و سلامت باشید. هم کلاسی من بوده دوستان 48 سال قبل. یکم ناراحت شدم آقای فنایی، یاد من انداختی چقدر پیر شدیم. حالا شما چی؟ شما هم پیر شدی یا ماشاءالله مثل اون موقع؟ چون اینایی که مردشت و زرغون و اینجا کار میکردن تو کار دامداری و کشاورزی بودن، معمولا از ما بچه شهری های ریقو اونا وزشون بهتر از لحاظ سلامتی. خب ماجرای تماشاخانه این دوتا دوست رو با ما آشنا کرد، امیدواریم دوستان بیشتری هم با ما باشن. همین الان که من با شما صحبت میکنم، به غیر از این که روی اینجا فیسبوک هستیم، روی مردم تیوی دات کام هستیم، روی تماشاخانه هم روی قسمت مردم تیوی هستیم. و تماشاخانه چیه؟ یه پروگرامی اینها گذاشتن روی روکو، خیلی کار جالبیه. به جایی که
تلویزیون رنگارنگ این ور باشه، تلویزیون من و تو اون ور باشه، تلویزیون سوربی نمیدونم مردم تیوی این ور باشه، همه رو جمع کردن توی یک کاسه دیگه. شما وقتی میذاری 500 تا تلویزیون و رادیو اونجا نیست، هر کدومش هم میزنی لینکش کار نکنه، همه رو جمع کردن. خسته نباشید بچه های تماشاخانه. و اما وقتی دیروز این خبر رو فرستادم، یکی از دوستان، دوتا احتمالا یکیشون آقای قوانلو بود، نوشت آقا ماهواره است. گفتم آها مدینه گفتی و کردی کباب. این برداشت ما از ماهواره هم یه چیز غلطیه، مثل همون برداشتمون از چپ، برداشتمون از متریالیسم، اصلا غلط یاد گرفتیم. ماهواره یا قمر مصنوعی یه چیزیه میره تو هوا. قمر چرا بهش میگفتن؟ برای که ماه مثل شکل ماه میره اون بالا. اوکی، آمریکایی‌ها درست میگن ساتلایت میره اونجا و اینها. ما از روزی که این تلویزیون‌های ایرانی آمدن گفت که شما میتوانید ماهواره خود را داشته باشید، به جایی که بگه آقا شما میتونید دیس خود را داشته باشید چون بزرگم بود، یا بگه بشقاب خود را داشته باشید چون اینا میگن دیش، همون بشقاب پلیت، گفتن شما میتوانید ماهواره خود را داشته باشید. و این کلمه غلط تو فرهنگ ما الان 30 ساله این ماهواره و نمیدونم دیش و اینا رو قاطی کردیم. نه عزیز من، این اون نیست، این یه باکسه. همین اولا تماشاخانه که شما باکسای دیگه هم ممکنه داشته باشید، ولی این یه باکس اینجوریه که رو این من تماشاخانه رو نذاشتم، نمیدونم روی این خیلی چیزا اون کودی KODI آیا برو نگاه کن، یه چیز اینجوریه میذاری. حالا تلویزیون های جدید روکو و اینا داخل خودشونن، روز اولی که شما میخریش اون روکو یه پولی یا از اونا گرفته یا یه پولی بهشون داده، حتی ریموت کنترلی که به شما میده این ریموت کنترل روکوه. خب حالا ممکن اصلا این تلویزیون TCL فلاس توی روکو هست یا توی تلویزیونتونه که با اینترنت خونتون میگیره وصل میشه، یا اگر تلویزیونتون نسبتاً قدیمی است، روکو و نتفلیکس و اینا داخلش نیست، اون وقت شما این باکس ها رو که میذاری یا اون فایر استیک رو که میذاری کار میکن. ولی حالا بیایم اینجا دوستان، یادتونه این ترامپ میگه من روز اولی که بیام آخونده رو یکی یکی میذارم کنار خیابون سر میزنه، اصلا براتون ماهواره مجانی آزاد اینترنت، که یکی نمیگه آقا تو اگه این آخونده رو سر بزنی ما دیگه نمیخوایم ماهواره داشته باشیم، همه چی آزاد هست، اینا فیلترش کردن شعورمون. اون وقتا میگفتن عقلمون به چشممونه، الان چشمامون رو که میبینه اشتباه میبینه. حالا این ماجرای اینترنت آزاد چیه یا اینترنت مجانی؟ اولا هیچ کدوم از اینا نگفتن اینترنت مجانی، گفتن اینترنت آزاد، چون آخوند فیلتر میکنه. اینا گفتن زورمون به آخوند که نمیرسه، میایم میریم دست به دامن ماه و ستاره و ماهواره میشیم. یه ماهواره که چه عرض کنم 30,000 تا ماهواره باید بفرستن بالا تا بتونن یه تور مثل تور ماهیگیری روی کره زمین داشته باشن، که کره زمین که میچرخه اینا هم همراهش بچرخن و شما بتونی اینترنت آزاد بگیری. الان شرکت هایی که اون کار رو انجام میدن این 5G اینا رو ول کنا، اینا فقط تو نیویورک و تو ویرجینیا و توی کالیفرنیا جاهای شلوغ براش کار میکنه و صرف میکنه. اون ستلایتی که فرستاد اونجا که یه شرکتی مثل تسلا این کار میکنه، اگه اشتباه نکنم یه شرکتی هم بود وان ویب، همه اینا هم برشکست شدن چون سودی توش نیست. شما میدونید اگه پول ارتش نبود توی این ماجرای اینترنت و جی پی اس و اینها، اصلا همچین امکاناتی نداشتیم. این همه اینا از این شروع شد که اول ارتش یا ارتش‌های دنیا جی پی اس، ماهواره، اینترنت و اینا رو آوردن، بعد حالا از کنارش هم میدونیم مثل همون یه برفی بارون میاد این کنارم یه آبی راه میفته، اینجوری شد. خب حالا اونایی که دانا بودن میدونستن که اصلا همچین چیزی نیست اینترنت
آزاد مجانی ما نداریم. اونایی که کمدان بودن مثل من رفتن ببینن مگه میشه همچین چیزی، رفتیم و به این نتیجه رسیدیم که آقا اینا نگفتن مجانی، گفتن آزاد، به این دلیل که ما اینه که میفرسیم بالا، بعد شما دیگه نمیخواد وی پی این چی بخری، امیدونم اونم تازه بچه آخونده که تا امروز میگفتن بهشون آقازاده، گفتن نگید آقازاده بگید زالوزاده. گفت آقا نگو زالو، زالو یه حیوانیه که کمک میکنه به بیمارها، حتی خون که میمکه این خون باعث میشه مثل اینایی که خون از خودشون میگیرن بعد میدن به یه سنترفیوژی، بعد اون خون رو جدا میکنه، گلوبول سفید و قرمزش رو دوباره بهش تزریق میکنه که بدن بتونه آنتیبادی بسازه و اینها. این زالو اون کارو میکنه. تو شیراز طرف میگه حاجی مزالو، میگفت حجامت، حجامت زالو. من فکر میکردم میگه حاجی مزالو، گفتیم این حاجی مزالو کیه. در هر صورت یه خانم کلیمیه خیلی پیر و زشتی بود و یک تو شیراز میگفتن کلوک، یک چیزی مثل خمره کوچیک پشتش بود، از این سبزا بود، بالاش سبز بود، پایینش برای که باز باشه خنک باشه همون گل رس بود و یه بندم انداخته بود و من هیچ وقت تو ایران ندیده بودم زالو انداختن. الان خیلی رس شده، ترکیه که بودم دیدم اصلا تو آکواریوم گذاشته با چیز میفروشه، با زیپلاک ببر هتل بنداز، نخریدم نکردم. و بعد اون میاد یه بار امتحان کنیم ببینیم این درد و مردایی که ما داریم درست میشه یا نه. در هر صورت میگن این آخونده و زالوها و اینها رو نگید آقازاده و زالوزاده، بگید اینا انگلزاده هستن. پس قرارمون از این به بعد شد که اون آرش سپانی و نمیدونم اینها، حالا دو تا آرش سپانی داریم، یک شده اتفاقا فامیل ما هست و تهیه کننده تلویزیونی هست، یه برنامه‌ای هست MBS چیه ابی و چند تای دیگه داشتن تا پروگرام هشتمش رفتن. حالا حرف تو حرف میاد، برگردیم به اینترنت چون به این دوستمون قول دادم من امروز راجع به ماهواره و اینترنت و اینا یکم صحبت میکنه. من وقتی اومدم آمریکا، ما برای اینکه از این شهر بریم یه شهر دیگه و بیایم، یه کاغذ بهمون میدادن، هی میگفتن شما اینترستیت هستین یا اینتراستیت. من میگفتم این که دو تاش مثل همه. میگفت نه دقت کن، این اینترستیت، اون یکی اینتراستیت. اینتراستیت یعنی داخل این فرمانداری، داخل این ایالت. اینتراستیت یعنی بین اینا. من بابا یک کلمه دیگه پیدا کن، مجبوری. یا این مرضا رو میگه سیمپاتیک، یکی دیگه میگه ای سیمپاتیک، اصلا یادم نیست چیه. یک کلمه بهتری درست کنی، اون که واگیر داره اون که واگیر نداره. میدونی بعضیا میتونن این مرض رو بگیرن، خودشون نمیگیرن ولی به دیگران منتقل میکنن. ای سیمپاتیک یعنی مهم نیست. خلاصه این اینترنت ها به این سادگی هم نیست. شما فکر کنید که همین امروز، حالا چرا اینا این کارو میکنن، اون اینترنت های اون ماهوارهای معمولی خیلی دور هستن، اینا رو نزدیکتر و پایینتر قرار میدن که بتونن لیتنسی، دیلی، تاخیر، بله، که اینو کم کنن. چون اگر مثلا یه ماهوارهی باشه 500 مایلی اینجا، این هرچی هم با سرعت بفرستن تا بره و بیاد، یعنی مثلا سعید از کالیفرنیا با تلفنش میخواد با این صحبت کنه طول میکشه. و اینجوری بود، یادتون اون وقتا تأخیر داشت، هرچی میگفتی مادر جون حرف نزن، بذار من حرف بزنم، بعد من که میگم ارتش دیدین، میگه راجر تمام، اینجوری میگه. برای اینه که اون لیتنسی یا دیلی یا تأخیر، این بگه اون وایسه. گزارش ها رو دیدی، میگه حالا میبرم که شما رو سوئد، مثلا آقای بهرام فلانی گزارش میده، بعد میبینید اون مرد وایساده هی اینجوری میکنه، شما میگه این چیه، چرا گوش نمیده. این زمانیه که داره این صدا میره و اینا، برای که بعضی از اینا با تلفن های ستلایتی با هم تماس میگیره، که خود اون تلفن ستلایتی هم یه ماجرای دیگه است و چرا اینقدر گرونه. اینا فکر میکردن که اگر بتونن یه سری ماهواره میفرسن بالا، این ماهواره ها در ارتفاع نزدیک به سطح کره زمین، وقتی میگیم نزدیک مثلا به جای 500 100 مایلی 200 مایلی، و اینا به صورت یه تور ماهیگیری. چرا میگن تور ماهیگیری؟ هر جا که اینا گره میخوره یه ماهواره باشه پوشش بده و اینجوری باشه. حالا اون چیه؟ اون که مثل اینترنت اینجوری نیست که دکل زده باشن
سیم کشیده باشن، اینجا دکل سیم کشیده. اون که مثل این نیست که، اون شما باید یه دیش بگیری همراهت بری، مثلا خانمت همراهت باشه، شما تلفن بگیری دستت، آنتنای قدیم یادتونه میچرخوندی، بچرخون، نه نرو به طرف خونه فلانی، بیا خونه طرف مثلا خونه مجیدینا. دو تا کانال داشتیم میخواستیم اینو بگیریم، یه بابا میرفت این ور، یه بابا میاد میرفت این ور، برف میمد یه جوری بود، بارون میمد یه شکلی میشد و الی آخر. اون ماهواره اگر رفت و اگر اینترنت آزاد به شما دادند و شما از عهده گرونیش برآمدی، تازه حالا این تلفنی که میگیری دستت باید یه ننه قمر هم همراهت باشه، یه دیش داشته باشه، با اون ارتباط برقرار کنه. این هم متاسفانه تلویزیون‌های ایرانی به مردم به جایی که یه اطلاعات درست بدن، آقای ترامپ اومده گفته این کارو میکنم، گفته اون کارو میکنم، یکی نیست بگه مردک این به زنای خودش قولایی که داده عمل نکرده، بچه های خودش تا چند سال پیش باهاش حرف نمیزدن، از موقعی که دوباره از ورشکستگی آمد بیرون و چون اونها هم لاشخور هستن بیکار هستن اومدن دور برش، که الان هم حقوقای به اصطلاح سرسام‌آوری دارن میگیرن، جوری حقوق میگیرن که اونها هم مثل باباشون حقوقا رو قایم میکنن، نشون نمیدن و الی آخر. تا حالا بعد بگذره تاریخ بیاد بگه که اینا چه فسادی در سیستم آمریکا انجام دادن. خب درست شد؟ بله. توتوریال آها همینه، همین شرکت هست، کامپیوتر اینترنت ان فلان. خیلی ممنون دوستان، این دوستمون گذاشت و برید بخونید ببینید چه فکرها شما میکردین چه ها که شد. خب تماشاخانه رو گفتم، ماهواره رو گفتم، یه دوستی ما داریم آمدن یک وبسایتی رو راه انداختن و وسایل بهداشتی برای این ماجرای کرونا. حالا همه فکر میکنیم فقط باید کرونا باشه، نه آقا، این وسایل بهداشتی و اینها چون خیلی ها درست انجام ندادن، درست رعایت نکردن، رسون دنیا رو به اینجا که من و شما امروز باید اینجوری نگران باشیم و اینجوری بترسیم. اولا این چشمان زیبا رو نگاه کنید و این چیزی که میگم به یاد داشته باشید، اگر روی مردم تیوی فیسبوک هستید، اینو چند روز الان اون بالا گذاشتیم، این دوستان دارن روی وبسایتشون کار میکنن، اسمش هست کرونا شیلد یو اس، یعنی شما رو در برابر کرونا، این کلمه شیلد مثل سقف میشه استفاده کنین، سپرم میشه، مثلا یه بیمه هست اینجا بلو شیلد بلو کراس که برمیگرده به اون جنگ های صلیبی و فلان اینها. بله بعد نوشته wear a mask stay safe، یه ماسک بپوشید و سالم باشید. ولی ترامپ احمق، تمام کابینش، تمام اون شالاتانایی که باش همکاری میکنن، همه اینا فکر میکنن ماچومنن اگر ماسک نزنن. چرا؟ چون خودشون هر روز صبح آزمایش میشن، چون خودشون دارن چپ و راست قرصایی میخورن که هنوز من شما خبر نداریم، ولی بیچاره مردمی که میرن اونجا. خب اگه خواستید وبسایت اینها هست coronashieldus.com، من اینم بهتون آدرسشو نشون بدم، اینه coronashieldus.com. بعد باز برمیگردیم به این صفحه و این بار من اینجوری بهتون نشون میدم، 4:3 کمرای 2. بله میایم پایین، ببینید این میایم پایین تر، قیمت ماسکایی که بعضی ها دوست دارن روش طرحهایی باشه و اینها، وسایل هند سانیتایزر، مثلا خود من به این دوستمون پیشنهاد کردم شما که این قیمت رو اینجا نوشتید مردم میترسن که ای داد بیداد یه دونش 27.99 ولی این قیمت 4 تاست. گفتم خب شما باید عکس 4 تاشو بذارید اینجا. خب این دوستانم همه تو کارهای تکنیکی بودن و اینها، حالا این کارهای به اصطلاح بهداشت و اینها رو هم انجام میدن به عنوان هم سرویس، هم چه اشکال داره یه درآمدی هم داشته باشن. این ماسک های مختلف، دستکش و وسایل دیگه، این عکس هم خیلی قشنگه که با وجودی که اینها همه به نظر میاد تو بیمارستان هستن و اینها،
این خانمه که ماسک پوشیده به این دوتا که ماسکم دارن ولی درست استفاده نمی کنن، این علامت ایست یا استاپ رو داره نشون میده. خب دوستان عزیز، دو تا پیغام دارم براتون. پس برید چی شد؟ کرونا شیلد یو اس، شماره تلفنشون اونجا هست، ایمیل آدرسشون هست، چیزایی که دارن گذاشتن. اگر چیزی هم شما میخواین که اونجا نمیبینین، هیچ اشکال نداره، یه تماس بگیرید و شاید به اصطلاح اون رو هم داشته باشن یا براتون تهیه کنن. ماجراشو میدونی، یه نفر یه مغازه که باز میکنه، روز اول یکی میاد میگه آقا جارو هم داری؟ میگه نه. بعد نفر دومی میاد میگه آقا جارو هم داری؟ هفته دیگه طرف میره جارو میخره، میاره، بعد میره اون دوتا رفتن جارو خریدن، حالا دیگه کسی جارو نمیخواد. بمانه بهشون تماس بگیرید، coronashieldus.com یا coronashieldus.com، US بگیم بهتر. خب یه دوستی لطف کرد و پیامی گذاشت برای آقای لادن، من این پیام براتون پخش میکنم تا جایی که ایشون میگه دیگه این قسمتشو پخش نکن. خب با هم میشنویم. ممنونم از این دوستمون. با سلام و ادب و سپاس، ربکا عمرباف از بندر بوشهر. جناب آقای لادن، فضل ابن عیاض راهزن بود، در جوانی بعدن صوفی شد، ظرف 30 سال تنها یک بار خندید. گفتن چرا میخندی؟ گفت چون پسرم مرد. مولوی همچنین دارد مرگ او و مرگ فرزندان او، به حد پیشش چه حلوا در گلو. رضا شاه وقت 16 سال سلطنت، یک بار در جلو یک استوار ترک و دو سرباز خندید، دیگر هیچ کس خندش ندید. وقتی که از استوار پرسید سربازا امروز نهار چه دارن، با احترام گفت قربان آبگوشت. وارد آشپزخانه شد، سرباز دیگ را برداشت، گفت که این پلومور است. استوار با احترام گفت چه بهتر قربان. رضاشاه خندید. رضاشاه در طول 16 سال سلطنت فقط 3 بار کلمه ملت بکار برده، یکی در سوگند و 2 بار اگر اشتباه نکنم در استعفاش. این پدر و پسر از کلمه ملت منزجر بودند. محمد رضا قرار بود از کیش به بوشهر بیاید، 6 ساعت ما را در جرنگ آفتاب و بوشهر نگه داشتم و نیامد. عقلم از تهران به رسول پرویزی زنگ زد، گفت و مردم بگوید برن منظرش، چون آقا عصبانی شده مستقیم از کیش آمده تهران. پرویزی که من پهلوی او بودم، به تصور این که از مردم بوشهر عصبانی شده، گفت از کی عصبانی شد؟ گفت در کیش چای سرد برو دادن، چون چای سرد بوده عصبانی شده مستقیم رفته. ببین آقای لادن، این پدر و پسر به درد شایی میخورد یا به درد حمالی؟ خیلی ممنون و متشکرم. بله، اینا تن حمالی هم نداشتن، اگر میتونستن کار کنن و اینها وضع بهتری داشتیم، اینقدر به فکر دزدیدن پول از ملت نبودن. همون کاری که این آخوندها دارن میکنن. یه فیلمی دارم اگه بتونم پیدا کنم، یه کشوری رو که من تا دیروز نمیدونستم، سنت کیتس بو نویس بویس یه همچیزی، کل این کشور 50,000 جمعیت داره، چند سال پیش استقلال خودش رو از انگلستان اعلام کرده، ضمن این که هنوز وابسته به انگلستانه. اینا شروع کردن، خب از این ور این ماشین قایقای بزرگ، کشتی های بزرگ توریستی اینها میمده، درآمدشون از توریسته. بعد گفتم خب ما چرا به این ایرانی های بدبخت
به اونای دیگه‌ای که دزدی مزدی میکنن نیام بگیم خب دزدیدی بیا اینجا پولتو بده ما بهت پاسپورت میدیم. یه نفر اسمش و اینا رو بفرسته اینجا، جای بسیار قشنگی هم هست و گویا هر کسی پاسپورت اینجا رو میگیره با حالا 100 هزار دلار 800 هزار دلار هر چی، بعد میتونه به 140 کشور مسافرت کنه با اون پاسپورت از جمله انگلستان. شما ببینید این آخوندی که میره نمیدونم فلان جا خودشو میندازه میکشه نمیدونم، بعد میگن آقا دروغ گفته، این اصلا جنازه شما نگاه کن آخوند چاق شکم گنده جنازه‌شو دو نفر بلند کردن، بعدم اینجوری مگه خاک گلدونه که به این سبکی و فلان. نه میدونید تو خیلی از فیلم‌ها هم ما دیدیم که بعضیا میرن یه پولی میدن جراحی میکنن، آخوندا یه قدم از تمام جنایتکارای دنیا جلوترن، اینا همیشه با ریشن، شما با ریش دنبالش میگردی این ریششو که بزنه دیگه نمیشناسیش شما. شما هر کدوم از این آخوندا رو، تنها اون کسی که ریش نداشت رفسنجانی بود، هر کدوم از این آخوندا رو اگه بخوای تغییر قیافه بدی، همین که عبا رو ورداره، این عمامه رو ورداره، ریش هم بزنه، شما نمیتونی تشخیص بدی. حالا اگه کسی بخواد ریش بذاره یه هفته دو هفته، یه هفته چیه؟ دو هفته سه هفته یه ماه طول میکشه، ولی ریش زدن یه ساعت. الان میاد تو این اتاق، میره تو توالت ریش میزنه میاد بیرون، شما نمیشناسیش. اینا تغییر قیافه میدن، تغییر هویت میدن و میرن برای خودشون با اون پولای دزدی زندگی میکنن. حالا کی باشه دنبال این قاضیه رو بگیره و بره بفهمه که این به اصطلاح یه همچین کاری کرده یا واقعا مریض بوده، چون مریض بوده لاغر شده وزن کم کرده و بعدم دیده این حالا بیاد با این وزنش بره زندان، خودکشی کرده یا خودکشوندنش. چون آقای عزیزان نوشته بود که آخرین نوار پیدا شده و این آقا به یه نفر دیگه میگفته حاجی هول نده، هولش دادن بیرون. اینم از این میدونی هواپیما سقوط که میکنه یه دستگاهی هست بهش میگن بلک باکس، اونو پیدا میکنن میفهمن که خلبان چی گفته به اصطلاح برج مراقبت و الاخر. واقعا جای تأسف است، اینو سم میگه دوستمون، که مسئله ماسک زدن شده یک مسئله سیاسی. باور کنید ویروس کرونا جمهوری خواه و دموکرات، جوان و پیر سرش نمیشه. توی ایران هم همین مصیبت رو داریم. آمار مبتلایان و مرگ و میر در آمریکا دیروز بالاترین بود. ما در موج دوم حمله کرونا هستیم. اون وقت شما ببین یه نفر اسم خودشو بذاره رئیس جمهور آمریکا، فرمانده کل قوای آمریکا، این مردک هی بره اونجا مثل دلغکا جوک بگه. دیدید چه تعریفایی کرد از این که میخواسته بخوره زمین نمیتونه، مریضه. دیدید چه تعریفایی کرد از این که آب که خواسته بخوره دستش نمیمده بالا، مجبور شده یه دست میگه من چون 600 بار اینجوری کردم سلام دادم. مردک اون جنرال هم بغل دست همین کار کرده، کار نکردی تو زندگی، چون اینجوری کردم حالا وقتی این لیوان آوردم بالا دستم نیومده بالا، اینجوریش کردم. تو خیلی چیزات نمیاد بالا، باید اونجوریش کنن، جک بزنن زیرش، پمپ بزنن و الی آخر. خب حکایتی اون ماجرایی که بهتون گفتم، پرشیاز گات تالنت، آقای سامان اربابی که قبلا هم اینجا توی فرفکس رادیو با من و دوستامو کار میکرد و آقای آرش صبحانی که موزیسین هم هست، اونا تهیه کننده هستن و دیدم که یک فیلم به اصطلاح خیلی پرهزینه، استودیوی که چه از کنم یه جایی مجهز و اینها و فرانچایز گرفتن از امریکا گات تالنت و یوکی گات تالنت و اینها به نام پرشیاز گات تالنت و برید ببینید، داشتن درست میکردن تو ماه آبان و اینها بود که بعد دیگه رسید آخریش هشتمیش به ایام عید و خوردن به این کرونا. قرار ستای دیگه باشه، حالا این ستای دیگه خب ابی پیره، بنده خدا نشون میده دستاش هم اینجوریه و اینها، حالا مگر اینکه پول دوباره جوونش کرده باشه. اتفاقایی که میفته، اون خانم مهناز افشار میگن این زن یکی از همین زالوزاده ها و انگلزاده ها بوده و اینها شیرخشک بچه آوردن ایران، شیرخشکای فاسد، خیلی هم مسموم شدن، تا دیدن اینجوریه طلاق گرفتن، اون اومده از این ماجراها.
اون خانم نازنین نور، نازنین نور قبلا من دیده بودم ویدیوهاشون رو، دم به وایت هاوس و اینها میمدن، خب با استعداده که تونسته بره، ولی بعض وقتا رابطه هم هست. اون آقای آرش خواننده که هم شهری ما هم هست، این باباش یکی از مدیرای تلویزیونای اروپا بوده و اینا اینجوری اومدن. بعد با یه دوست صحبت میکردم، گفت این خانم این چیز که حالا همین دو کلمه فارسی اینجا یاد گرفته، آرش هم خواننده ای که فارسی بلد نیست، خانم مهناز افشار هم که به خاطری که از رژیم آخونده اومده بیرون یه چیزایی رو نمیتونه بگه، آقای ابی هم به خاطری که این تلویزیون برمیگرده به عربا یه چیزایی نمیتونه بگه. گفتم پس این چه، و خانم همش چونه میزنه، این خانم افشار هی میگه حالا بدی بماند، برید خودتون نگاه کنید، اسمش هست Persia's Got Talent و آقای ابی است و این سه چهار نفر، همون ماجرایی که یه نفر میاد خوب میخونه بهش امتیاز میدن، دفعه دیگه هم بیاد بعد بخونه براش ضربه در قرمز میزنن و بره. یه جایی هست به نام MBC پرژیا، اینو شما وقتی بری نگاه کنی میبینید این کشور امارات هست و 18 تا تلویزیون تو کشورهای مختلف داره. اون وقت یکی از این بیناموسایی که به ما زنگ میزنن، آقا شما از کجا آوردی این استدیو؟ نگاه کنید دوستان، خجالت بکشید. ببینید من اینجا اینجوری نشستم، یه پرده سبز یا یه دیوار سبز رنگ، یه عکس میتونم عکس خونه شما رو بیارم بذارم که انگار اومدم تو خونتون نشستم، عکس کاخ سفید رو بذارم انگار اومدم تو کاخ سفید. ولی نادان زنگ میزنه میگه که آقا این استودیو 1 میلیونی من میگم که آخوندا دادن، بذار بسوزه دیگه، اوکی؟ ولی نمیره به MBC بگه آقا شما از کجا میای، کیه، میری about us، برین درباره ما بخونین، صفحه من برید درباره من بخونین. نوشتم یه آدم ساده شیراز دنیا اومدم، اینقدر زحمت کشیدم تو دوست کشور تو رسیدم اینجا، اینجا هم الحمدلله بچه‌ام دانشگاه رفتن، خیالم راحته، حالا نشستم اینجا دارم وقت شما رو طلب، داستان آنچنانی ندارم. اون یکی دیگه اومده نمیدونم ننش شوهر داشته، ننش طلاق گرفته، ننش رفته با یکی دیگه، شوهر ننش برای خب بالاخره بازم اون. ولی این MBC، این من و تو، این نمیدونم، اتفاقا تو همین نوشته آقای لادن راجع به این تلویزیون من و تو و تلویزیون ایران اینترنشنال و تلویزیونای دیگه که من و شما برای یه آهنگ میریم نگاه میکنیم، برای یه فیلم میریم نگاه میکنیم، برای یه خبر 3 دقیقه میریم نگاه میکنیم، ولی نمیپرسیم این کیه که منو نشونده اونجا که روزی که گفت مردم تو خیابونا ریختن تام برو بانک آتیش بزن، من احمق بلند شم برم بانک آتیش بزنم و خود مادر قهوه‌شون هم فیلم میگیرن خودشون نشون میدن آخوندن منو میگیره. خوشنور اومد چقدر ساده، گفتم بهتون که من شخص ساده هستم، ساده براتون تفسیر و تعبیر کردم که چگونه اون 3 تا بچه رو آبان و الا این بچه ها شغلشون چی بوده که گرون شدن بنزین برای اینا اینقدر مهم بوده، اینقدر مهم بوده که امروز باید اعدام بشن. ای ننگ بر شما آخوندا، ای ننگ بر شما تیوی هایی که توی اینجا نشستی، آقای جمشید شارمهره نمیدونم چیه مردکه وافوری یا اون آقای فلانی طرز تهیه ساختن کوکتل مولوتوف، واقعا ننگ بر اینا. حالا یه روز دیگه بیان دولت موقت نمیدونم باکس بسازیم، قوطی بسازیم، هسته بسازیم، پسته بسازیم، یا یه احمقی اومده بود با این معتاده میگه همه چیاتون روشن کنید که نیروگاه‌های برق، میگم مردک مردم از نبود برق در عذابن، نشسته با باد بزن بچه‌شو باد میزنه که پاش اگزما نشه برای که زور برق رفته. تو خوزستان مردم لهله میکنن اگه برق رفت، پمپ آب ندارن، پمپ برق ندارن، کولر ندارن. تو یه جاکش نشستی با این معتادی که تو ویرجینیا بود حالا رفته کالیفرنیا، میگین برقاتون رو، بعد تازه اینجوری نیست سیستم برق، اینجوری نیست، شما امتحان کنید اگه فیوزتون درست باشه، اگه شما همه چی رو روشن کنید فیوزتون میسوزه، اگه فیوزتون درست نباشه سیماتون میسوزه. ولی چه کنیم، اسیر یه عده آدم بیناموس، اسیر یه عده آدم الاغ شدیم و تو این میون والا آدم نمیدونه چی بگه. خب حکایتی از چین باستان درباره دیوار، یه ویدیویی هست گذاشتم روی فیسبوک برید نگاه کنید، یه آقایی نشون میده صحبت میکنه میگه بابا این چین نمیدونم چند هزار سال پیش برای که از بیرون بهشون حمله نشه آمدن دیوار مرتفعی ساختن
و در همون 100 سال اول بعد از دیوار 3 بار حمله بزرگ شد به چین و هیچ کدوم از این حملات یک نفر هم از دیوار نرفته بود بالا. از کجا اومد بودن داخل؟ دروازبان فاسد، مأمور فاسد گفت چین اشتباه کرد، دیوار ساخت انسان نساخت. اشتباهی که ترامپ داره میکنه، اشتباهی که آخوند میکنه، هی محدود کنین مردمو، هی ببندید، هی بابا شما نگاه که الان امروز اگه دلار 20,000 دلاره، 20,000 تومنه، برای چی 20,000 تومنه؟ ملت ایران برای چی دلار میخوان؟ برای که به سیستم شما اطمینان ندارن، به حرف شما اطمینان ندارن. رئیس جمهورت میاد این همه از خوبی صحبت میکنه، یه دفعه پس توی چه میاد بیرون. برید راجع به حسن روحانی از کس پیدا میکنه اون لینکو بذاره که رفته مردکه یه قصری ساخته برای خودش. اینا رو با واقعا باید برن دنبالشون. ببخشید من نه به ترور باور دارم، نه به اعدامایی، نمیدونم به خیابونی مثل اون فاضلاب رضا فاضلی میگه که اینا رو باید آویزون کنه. نه آقا، همه اینا رو نباید آویزون کنه. دو تا آخوند، همین آقای سم ویدیوهاشونو گذاشته، برید نگاه کنید. یکیش تو سیستان و بلوچستانه، یکی دیگه‌ش هم ماجرای خوزستان. میگه یه بدبخت اینجا اگه بخواد یه چپرش رو تبدیل کنه به یه اتاقی، زن و بچه‌اش زیر چی باشن، مکافات داره، ولی یه دفعه هکتار هکتار زمینای مردم رو میگیرن و تبدیل میکنن به خونه ها و اینها میسازن و چیز. من نگاه کنم ببینم میتونم اینا رو بهتون نشون بدم، اگه نه سم اگه هست لطف کنه این لینک های اونا رو بذاره، همون به اصطلاح URL ویدیوها رو اینجا بذاره تا اینا برن نگاه کنن که آقا آخوند خوبم هست. حالا شما میگید اینا فکر میکنن دارن از بین میرن، اینا خوب شدن، بازم خوبه. کجا دیدید تو زمان شاه تیمساری بیاد بگه آقا، آقای طوفانیان بیاد بگه من دزدیدم ولی الان که شما انقلاب کردید پشیمونم، این پول پس بگیرید. این آخونده که دست خودش هم اینجوری تو دست چیه حالا نکنه اسلحه چیز تو جیبش نمیدونم و نشسته اونجا پای اون دختر کوچولو رو نشون میده، میگه اینا احتیاج به حمام دارن. آقای روحانی خجالت بکش. آقای احمدی نژاد که حالا داری بر علیه این دولت صحبت میکنی، خودتو شروع فتنه ها، شروع دوزی های بزرگ بوده. اتفاقا به احمدی نژاد نوشتم اگه بخواد بیاد بشینیم صحبت کنیم ببینیم این دیگه چی بود. یه دفعه آمد ولی خب بد نبود، جلو اون جورج بوش دیوانه احتیاج به احمدی نژاد دیوانه هم داشتیم که اون بگه اگر با ما نیستید برمنید، اینم بگه برینگ دان. حالا اگه میخوای ما رو گذاشتی جزء مثلث نمیدونم چی بود، خبیثه نمیدونم چی فلان، برینگ دان. خب بذارید من اینو چیز کنم براتون دوستان، ببینیم چی داره. بله خیلی ممنون. اوکی اینجا نوشته 1.15 دلار رسید. شاید می‌خواستی 115 بفرسی، باید دو تا صفرشو می‌ذاشتی. باورتون میشه از 1.15 دلار 33 سنتش رو برداشته؟ باورتون میشه دوستان؟ از 1.15 دلار 33 سنتش رو برداشته، 82 سنت ریخته به حساب ما. شما برو اونو باطل کن مبلغ درستش، چون اینا باید صفرارم بزنی تا بپره اون بر. احتمالاً شما هم با تلفن کوچیک، احتمالاً شما هم مثل من پیر شدی درست نمیبینی. خب حکایتی از چین باستان، اینم ویدیوش روی فیسبوک هست. و اما انفجار، آتش سوزی یا خرابکاری که دوستمون گفت که کسی آسیبی نرسیده، از این باب خیلی خوشحالم. اون مقاله‌ای که بهتون گفتم اسمش هست سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت و 4 دهه سپری شد ولی هنوز عده‌ای کمدان و گمراه دنبال نبش قبر و نفس در کالبد مرده دمیدن هستند. بعضی از دوستان ایراد گرفتن که اینا رو با آقای لادن صحبت میکنیم، به قول ایرانی ها میگن بستش میدیم، بست با سین و تا هستا، نه بست با سین و ته دو نقطه که ببنده، بستش میدیم. کلمه مترادفش تو انگلیسی میشه elaborate، یعنی بازش میکنیم. بله ویدیوی آخوند از بلوچستان، اینا رو من میترسم اگه نشون بدم یوتیوب یقمونو بگیره. و اما امروز یه برنامه‌ای داره آقای مهدی تبریزی، بذارید من یه زنگم بهشون بزنم که میدونید یه برنامه‌ای داشت روزای 26 هر ماه و
یه دفعه دیدم که بعد از مدتی که نبودن این برنامه تعطیل بود، دوباره این برنامه ها راه افتاده و امروز یه برنامهش هست و ایشون من رو هم دعوت کرده که من وای میسم اگه آقای سعیدی آمد و برنامه داشتیم، که خب اونجا ممکنه نتونیم بریم، ولی اگه نرفتیم به احتمال زیاد اونجا هم میایم، ولی سعی کنید رعایت کنید هم فیزیکال دیستنس، هم چی؟ هم ماسک و اینها بزنید. البته وقتی یکی میره اونجا خوراک میخواد بخوره میتونه، یعنی نمیتونه ماسک بزنه، ولی اون دوستانی که دستن در کار خوراک و اینها هستن باید ماسک زده باشن. آقای تبریزی سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم، احوال شما؟ آقای تبریزی سربی هستم از تلویزیون مردم. کدوم سربی؟ آقا کرونا اومد ما رو دیگه نمیشناسی؟ خب روی ایر هستیم، حالا شوخی رو بذاریم برای بعد. میخوام به من بگید که چطور شد که تصمیم گرفتید امشب باز این برنامه ها رو داشته باشید، ضمن این که من دارم این فلایر شما رو نشون میدم که نوشته God's Grace و 6:26:2020 ساعت 6:26 PM در همین محلی که نزدیک هست به همه جا، به تایسن کورنر، به 495 و الی آخر. یه مقداری در این باره همه جای دنیا، بله همه جای دنیا. دوستان اون وقتا که تبلیغ سوپرمارکت میکردن میگفتن در قلب وینا، حالا این واقعا در قلب ویناست جناب سردی جانم. ما اون کامل نخوندین اون فلای رو بخونید، خودتون به یه بار بخونین قشنگ. بله نوشته God's Grace Shapes by Noble. بله by Noble. من تکرار میکنم God's Grace Shapes by Noble. رضای الهی دنیا را سامان میده با شریفان. بله بله این پیامی که برای همه نازنین های دنیا تقدیم میکنیم. پروژه هایی داریم برای تمام اونهایی که دنیا را به دستشون گرفتن که بهتر از اون بترخونن، و پروژه هایی داریم که اونها که تو خیابون میخوابن که اونها از اون خیابون نجات پیدا کنن. این میشه رضای الهی و خدا همه ما را برای کمک خلق کرده، نه اذیت و آزار. اگر کمک هم باشیم دنیا مثل بهش میشه. اگر برای همدیگر کمک نکنیم، لغات های منفی نمیخوام بیارم، کمک نکنیم یه کمی تک و لخ میشه. ولی الان میبینید دنیا هر زمان میره میگه can I help you. یعنی مهدیزاده نمیگه چه بله. این قبل از که مهدیزاده به دنیا بیاد این همه کمک میکنن، منتها کم و زیاد. یه مقدار میخواییم جدی باشن، ریالستیک باشن. آقای مهدیزاده، اونایی که احتمالا بعد از این مدت الان یکم نگران هستن که آیا شما و دوستان میتونید اونجا به نحو احسن این فیزیکال دیستانس، اون مسئله نظافت و اینها رو رعایت کنید، ضمن اینکه من چند سال شما رو میشناسم از لحاظ دقت و تمیزی و اینا شما قبل از این کرونا هم خیلی اینا رو رعایت میکردید، اون به چه صورت هست؟ آیا شما محدودیتی هم دارید؟ هر روز از هفته بعد از دو تا دو صبح من به خاطر تمیزی و سوشیال دیستنس به تنهایی اینجا رو مرتب کردم. بله یعنی هنوز پاهم درد میکنه. ما اگر اون کارها رو نتونیم بکنیم چطوری میخواییم به دنیا خدمت کنیم؟ اول باید خودمون رو آماده یا نشون بدیم که واقعا لیاقت خدمت داریم. بله بله. آقا من آدرس این آدرس نباشیم که نمیشی که. بله من آدرس اینجا رو هم دارم نشون میدم، 8306 A Old Court House Road Vienna Virginia 22182. ولی بهترینش اینی که بگیم نزدیک همون روبروی رستوران البرز اونجا هست، بغلش هم تریپل ای ایه ایدی 300 رو بزنن. بله بله ایدی 300 Old Court House Road
ساین تریپل ای را میبینن. بله، تریپل ای و البرز بهترین نشون است. خب امیدوارم دوستان با شما تماس بگیرن که اون مشکل کمبود جا پیش نیاد. مخصوصا من شنیدم اون اواخر خیلی برنامه های شما جذاب و گیرا بوده و بعضی ها که میمدن جاگیرشون نمیمده. دوستان از قبل زنگ بزنید، اسم بنویسید که بدونن 8 نفر 4 نفر 6 نفر جزء یه خانواده هستن، براتون قشنگ جدا جا بذارن و الی آخر. من هم اگر برنامه هام زود تموم بشه اونجا خواهم بود. خیلی ممنون آقای تبریزی. آقای صبح شما دست به دلم زدید. ما دنبال یه جایی تو فکری هستیم. بله بله. که انشاءالله بتونیم اونجا یک ایران سنتر درست کنیم. امیدوارم. بله. اینجا میشه چیز هدکوارترز. بله. بعد برنامه های وسیع را اونجا پیاده خواهیم کرد. امیدوارم. خب حالا میگیم اگه کسی زمینی داشت خاص یه وقت به انجمنی همین اینا، بر همین دلیل میگم اگر کسی سراغ داره زمین خوب نزدیک به تایسون کورنر، بله بله، هرچی نزدیک تر به تایسون کورنر، 2-3 acres، حالا نه کمتر از 2-3 acres، الان زیاد هم سوچی شد. بله. اون وقت یک این آقای باتمان ریلیچ اون وقتا خیلی زمین داشت که ایشون فوت شد. آقای تبریزی من با شما تماس میگیرم، بعضی وقتا میتونید شما حتی به کاونتی ها برین، اونا بعضی زمین ها رو که به خاطر مالیات نگرفت ندادن دارن برد بول اینا... کرده اسم کاونتی را میاری. بله. دار به یه چیزی باید بگم، پری روز به شهردار دیسی پیغام فرستادم. بله. ست تا اونهایی که زندگی را باختن تحویل ما بدین، بعد از 6 ساعت ببینید چه تحویل شما میدید. الان دارن روی این چند روز چیزیشون کانتی فرمودین. یه دونه پروژه های ما همینطور شما فرمودین 2-3 ماه پیش اینجا جا نبود، پروژه ها را یکی پس از دیگری به نفرن لمس کنن یه مشکلات هست. بسیار ممنون آقا، خوشحال شدم صداتون شنیدم، به امید دیدارتون. خداوند به همه تون توفیق بده. مرسی، به امید دیدار. دوستان عزیز، آقای مهدی تبریزی، آقای مهدی زاده تبریزی و برنامه هاشون همین نزدیک تایسنس کورنر اینجوری دست میگیرم، واقعا 4-5 دقیقه است. خب ساعت 3:28 است. ویدیوی آخوند از بلوچستان، ویدیوی اون آخوند دیگه از خوزستان رو لطف کردن یه لینک گذاشتن، ولی من اگر روی این لینک بزنم منو قطع میکنه از فیسبوک، الان نمیزنم چون هر دو شد دیدم. دوستان شنیدید به شما یاد میدن اگر حیوان دیدی، مثلا میگن اگر سگ چیز هست شما بشین، اون وقتا تو ایران میگفتن فکر میکنه میخوای سنگ برداری بزنیش وای میسه، اینجام ثابت شده اگه بشینی اون فکر میکنه شما خطری نداری، ولی مواظب باشید، بلد باشید اگه رسید بهتون این دستتون رو بدید، دستتون رو گاز بگیره گردنشو بشکنید، اون سگ خطرناکه، ولی اگه شما نشستید اون آروم شد اونو به خیر، شما رو به سلامت. میگن هیچ وقت با گاو از رو به رو رو در رو نشد چون شاخت میزنه، هیچ وقت با الاغ از پشت سر اپروچ نکن چون بهت تیسکلنگ میزنه. میگن به آدم نادان از هیچ طرفی نزدیک نشد، اینم برای امروز و درس تلویزیون مردم به شما، با افراد نادان از هیچ طرفی وارد نشوید. و آقازاده تبدیل شد به زالوزاده، امروز تصویب شد انگلزاده بگید از این به بعد. و این هم از این ماجرا، حل مسئله با درک مسئله آغاز می شود. بعضی از ماها صحبت رو چیز میکنیم، بذارید اینم آقای عباس، آقای سعیدی اگه پیام گذاشته باشه که امروز ساعت 5 میتونه بیاد، با شما ساعت 5 خواهیم بود. اجازه بدیم ببینم. بسیار عالی، خیلی ممنونم که به موقع گرفتیم. پس آقای سعیدی رو فردا با شما هستیم، به احتمال زیاد یا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا، یا 2 بعد از ظهر یعنی یا 4 عصر به وقت نیویورک، یا 5 عصر، و بریم سراغ آقای لادن که برنامه های ایشون خیلی خوب و خیلی با محتوا و به هیچ کس هم نه توهینی میکنن نه کار خودشون رو انجام میدن و نظر خودشون رو میگن. حالا این شما هستید که گوش میدید میشنوید، بعد تأمل میکنید تحقیق میکنید
قبول میکنید یا قبول نمیکنید. و بذارید من براتون همونجوری که گفتم اون مقاله، فقط ویدیوی ایشون رو هنوز ندارم، ویدیوی شما رو ندارم آقای لادن. میخوان شما زنگ بزنید شاید از اون وری. حتما. بله مرسی. این اتفاق تو برنامه کانون آوا هم افتاد، وقتی من تماس گرفتم با آقای حاجری ویدیوی ایشون رو نمی گرفتیم، ولی وقتی ایشون تماس گرفت ما قادر بودیم که بگیریم. ببینم حالا ویدیوی شما آقای لادن، بازم ویدیو شما رو نداریم. شما صدای ما رو داری؟ بله من صدای شما رو دارم، تصویرتونم دارم، نمیدونم چرا. بله. اگه لطف کنید تو اون قسمتی که ستینگ ویدیو هست یه نگاهی کنید، شاید یه ویدیویی رو یا وبکمی یا کامرایی رو اضافه کردید و برداشتید و اسکایپ ممکنه تو هنوز ستینگ قدیمی باقی مونده باشه. آه امکان داره، برای اینکه تکنسیانمون دو روز پیش اینجا بود داشت با این سلام منو به اسکات برسونید و بهش بگید که وقتی میای اینجا بعدن مطمئن باشه همه چی رو سر جای اول گذاشته. من قطع میکنم شما اون دوربینتون رو کن، یا میتونید همینجوری که وصله الان کنترل کنید روی اون سه تا نقطه. بله بذاریم برم کلیک میکنید. آها خب الان رفتم اونجا. اونجا حالا ستینگ رو که نگاه کنید یه جایی نوشته آدیو ویدیو، توی بله. ویدیو الان اونجا هستم. بله تو قسمت ویدیو اون بغل یه پیکان یه ارو داون هست، اونجا بزنید دو سه تا احتمالاً بهتون الان مینویسه، اون وقت یکی دیگه شو انتخاب کنید. اگه با خود بله اگه میدونید مشکلی هست من صفحه فیسبوکتون رو نشون میدم و همینجوری. نه اجازه بدین من قطع کنم. قطع کنید زنگ بزنید. مرسی. بله. ممنونم. بله دوستان عزیز منتظر هستیم که با آقای امیر حسین لادن ارتباط برقرار بشه. این ماجرای اسکایپ و این دستگاه‌هایی هم که میاد هر روز اینا یه کاری میکنن. صبح که میای میخوای برنامه بذاری میگه میخوای اپدیت بشی، شما نمیدونی حالا اپدیت کنی یا نکنی. اگه اپدیت کردی دو تا چی دیگه رو میریزه به هم، اگه اپدیت نکنی بعد یه کاری که میخوای انجام بدی انجام نمیدی. گاهی وقتی برای سم میفرسم میگم نگاه کن خودشون گیر افتادن، الان فیسبوک آمده اپدیت میکنه، نیو فیسبوک که میذاری سیستم تو رو میریزه به هم، عکس تو میاره میذاره رو نوشته، بعدم شما میخوای از اونجا، من ادمین صفحه مردم تیوی هستم، اونو برداشته. البته حوصله داشته باشی براشون می‌نویسی، خیلی هستن حوصله ندارم میگه به من چه میرم هفته دیگه، ولی بعد ببینی اون بالا نوشته ما به زودی اینو برمی‌داریم، اصلا دیگه کار نمی‌کنه. یعنی بهترین کار اینه که میگفت زمانه گر با تو نساخ تو با زمانه بساز. ما که نمیتونیم این افرادی مثل فیسبوک و گوگل و نمیدونم یوتیوب و اینا رو ما بهشون نمیتونیم دستور بدیم، مجبوریم هر کاری اونا انجام دادن ما یاد بگیریم اون تکنیکو حقیقتا به دستور اونا به اصطلاح کار کنیم. اینم از این. بله این مقاله رو، مقاله جالبی هست که سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت و چهار دهه سپری شد ولی هنوز عده‌ای کمدان. این کمدان رو من از آقای امیرحسین لادن یاد گرفتم. حالا نگید کم کم و بلد بودی، هم دانا رو بلد بودی، ولی ما معمولا به همدیگه میگیم نادان. ایشون میگه نه آقا کمدانه، تو اون قسمت نمیدونه، چیزای دیگر رو میدونه، پس تو این قسمت کم میدونه و هیچ اشکالی هم نداره. حالا توی آمریکا ماها یاد گرفتیم حتی بگیم که من نمیدونم یا نمیفهمم. تو ایران اگه بگی من نمیفهمم میگم دیدی ما بهت گفتیم ما تو نفهم و بیشعوری. میدونی اینا متاسفانه چیزایی که باید از بین بره تا ما بلکه بتونیم به یه جایی برسیم. خب ببینم که احتمالاً ایشون مجبور شده خاموش روشن کنه و بله خب اسکایپ ما بازه. تو این فاصله من برای شما بگم که
دوستان هیتلر وقتی اومد سر کار دو سه تا قانون گذاشت. یکیش قانون ربا نزول رو ممنوع کرد. باورتون میشه؟ دلیلش هم این بود که دوستان یهودی همه پولا و اینا و وضع اقتصادی رو خیلی بد کرده بودن. یکی با همجنسگرایان خیلی بد بود. دوستان خبر خوب، خیلی خوشحالم که آقای لادن با ما هستن، تصویرم بسیار زیبا و خوب و صدا هم عالی، خیلی خوبه. بله، فقط اجازه بدید من تصویر شما رو بدم به کامپیوتر اینجا و اینا رو هم ردیف کنم. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم، کسی که سالهای سال با تحقیقها و پژوهش‌هایی که انجام دادن و کتابهایی که نوشتن و مقالاتی که نوشتن و من از طریق یکی از همون مقاله ها و اینها با ایشون آشنا شدم و میتونم بگم این یک افتخاری است در زندگی من و از این بابت بسیار خوشحالم. ایشون و دوستانشون و همگامان خودشون در اندیشکده آگاهی و شناخت فعالیت میکنن، ویدیوهایی رو گهگاه تهیه میکنن، خیلی عالی، اونا رو ما هم روی مردم تیوی قرار میدیم و در حین برنامه وبسایت ایشون رو هم نشون میدم، حتما برید نگاه کنید، تماشا کنید و تماس بگیرید. و اما آخرین مقاله‌ای که ایشون نوشتن و در سایت‌های مختلف از جمله گویا هم هست، این مقاله اینجوری آغاز میشه که سلطنت سقوط کرد، شاه درگذشت و 4 دهه سپری شد، ولی هنوز عده‌ای کمدان و گمراه دنبال نبش قبر و نفس در کالبد مرده دمیدن هستند. پس از اونم شما ادامه میدید که بعضی از دوستان از شما ایراد گرفتند و ایراد میگیرند که چرا در مورد سلطنت مینویسی مشکل ما رژیم فقاهتی است. حالا این پرسش خوبی برای ما هم هست، چون به منم ایراد میگیرند که چرا تو درباره رژیم پادشاهی صحبت میکنی ولی درباره رژیم آخوندها صحبت نمیکنی. البته من میگم چیزی هست درباره آخوندها که ندونید بگید تا من بگم بهتون. از اون ورم بهشون میگم خوراک مسموم دیروز ما رو اینجوری زار و ذلیل کرده و دکترم اگه میری اول از این پرسه دیروز چی خوردی. آقا به ما بگید شما چرا در مورد سلطنت مینویسی، در صورتی که مشکل ما رژیم فقاهتی است. بفرمایید، ما هم سراپا گوش. حتما سپاسگزارم، خوشحالم که با هم هستیم. ببینین این پرسشتون در مورد دو موضوع متفاوته که دو مشکل اساسی هستن. اول رژیم خودکامه فاسد که سیاست حکومتش مغایره با منافع ملی و مردمی میهن ما. دوم مسئله جایگزینیه، یعنی دو تا موضوع متفاوت. در رابطه با حکومت، همچون که شما هم اشاره کردین، من شخصا طی 4 دهه گذشته بخش بزرگی از نوشته هام در مورد رژیم ملاها بوده، تمرکزم روی افشای فجایع حکومتشون و تلاشم در اخراجشون از دولت و حکومت، از سیاست و برگردوندنشون به مساجد و گورستان. اما در رابطه با جایگزینی، اینی که میپرسن چرا در مورد سلطنت مینویسی، ببینین زمانی که عده‌ای با تحریف تاریخ و جعل حقایق در مورد رژیم گذشته، با سرهم کردن فیلم و ویدیو، ساختن سمبول‌های کاذب در صدد گمراه کردن جوونا و هممیهنانمون هستن، وظیفه و مسئولیت حکم میکنه که با این شیادان و عوامل بیگانه مقابله و مبارزه بکنیم. خب درسته که ما مانند تلویزیون مناتو یا ایران اینترنشنال و شرکای دیگرشون نه بودجه های 700 میلیونی در اختیار داریم، نه پشتیبانانی مانند آمریکا و اسرائیل و عربستان، ولی وظیفه هر ایرانی میهن‌دوست و با وجدانه که
این بوق و کرناهای وابسته به بیگانه و عوام فریب رو افشا کنن، دستشون رو رو کنن. این شارلاتان ها با وصل پینه کردن تصویر و صدا از دوران گذشته و ارائه ویدیوهای مونتاژ شده میخوان جوان ها و مردم از همه جا بیخبر رو رنگ کنن و سر کار بذارن. در این رابطه یه داستان کوتاه جالبی هست از سید ضیاء، فکر کنم اکثر هممیهنانمون نام ایشون رو شنیدن. این یه عامل، یه ژورنالیست بود که عامل انگلیس بود و این آقا رو همراه با رضاخان رو مأمور کردن و کودتای 1299 رو انجام دادن. ولی نمیخوام در مورد کودتا صحبت کنم. این آقای توی مصاحبه یه چیزی گفته به نظر من میخوره به این صحبت که داریم میکنیم. ببینین جملهش چیه، میگه تاریخ که مشق خط نیست که بشود لیسید و پاکش کرد. میخوام یه دو تکرار کنم بعد اینو برای جوونا بازش کنیم. تاریخ که مشق خط نیست که بشود لیسید و پاکش کرد. برای آگاهی جوونا، قبل از اینکه خودکار به وجود بیاد خودنویس بود، خودنویس ما توش جوهر میریختیم. قبل از اینکه خودنویس به وجود بیاد ما قلمو میزدیم توی جوهر یا توی مرکب بعد مینوشتیم. حسن مرکب این بود که اگه شما داری به قول این آقا خط مش انجام میدی، نه تکلیف مدرسه رو انجام میدی و وسط صفحه یا یه اشتباه میکردی، اون اشتباه تو میلیسیدی، یعنی مرکب رو پاک میشد، اونجا رو خوش میکردی، یه دور دیگه اون واژه رو صحیحش رو مینوشتی. این آقا تشبیه میکنه که نمیشه تاریخ رو عوض کرد. خط مشق نیست که بتونین بلیسین. این در رابطه با تحریف تاریخ و جعل حقایقه. و اما داشتیم راجع به بوق و کرنای وابسته به بیگانه صحبت میکردیم که میخوان از خان عمومی رو منحرف کنن. خیلی جالبه، میخوان اینطور وانمود کنن که همه چیز در رژیم خودکامه و خدا سالار پهلوی پدر و پسر بلو 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 در جویبارها عسل سبلان روان بود، کشور رسیده بود به دروازه های تمدن بزرگ، ولی مردم نمک نشناس که خوشی زده بود زیر دلشون انقلاب کردن و شاه رو سرنگون کردن. ببین در مقابل این عوام فریبی ها ما با تکیه به اسناد و مدارک واقعیت ها رو داریم به نمایش میذاریم و حقایق رو داریم رو میکنیم. این مقاله‌ای که الان داره شما دربارش اشاره میکنیم و ما داریم صحبت میکنیم طی دو روز اول 5000 رأی مثبت و منفی گرفت. این برای مقاله خیلیه، یعنی 10-20 برابر مقاله های دیگه است. من خودم شخصا 10 برابر معمول ایمیل دریافت کردم. میدونین که من پایین مقاله هام ایمیل هم رو میذارم، برای که من حقایق رو میگم و ترس و واهمه‌ای ندارم و حاضرم تمام پرسش ها رو پاسخ بدم. ولی جالب اینجاست که چون نمیتونن به متن این مقاله که 100% مستنده اعتراضی بکنن، حمله میکنن به من. میخوام سه تا از این حمله ها رو براتون بخونم. یکی نوشته که هم نگارش این آقای نسبتاً محترم دلازار از هم قیافش. یکی دیگه نوشته نقدتان بر اساس بغض و کینه است. یه نفر دیگه نوشته من شک دارم که تاریخ خوانده باشی، مردم را آزار میدهی. به هر حال ببینید همینطور که میبینی در مورد نوشته چیزی من نمیگن، یعنی یا پذیرفتن یا نخوندن خدا میدونه، ولی به خودم شخصا حمله میکنم. چرا؟ برای اینکه حقیقت با ماست و حقیقت پیروز میشه. تلویزیون من و تو
با بودجه وزارت دفاع آمریکا، تلویزیون ایران اینترنشنال با بودجه وزارت اطلاعات عربستان و هر دو تلویزیون زیر نظر وزارت دفاع اسرائیل و موساد مشغول خدمتگذاری به دشمنان استقلال و تمامیت ارضی ایران هستند. از خودتون بپرسید آیا آمریکا، عربستان و اسرائیل یا هر کشور بیگانه دیگه قصد نجات ایران و ایرانی رو دارن؟ پاسخ برای اشخاص باشعور و میهندوست بی تردید منفیه. بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشون هستن. کسانی که با این شبکه ها همکاری میکنن چنانچه وابسته و مزدور نباشن یا کمدانن یا گمراه و یا دنبال منافع شخصی و به ویژه کسانی که نیاز دارن مطرح باشن، جنون مطرح بودن دارن. و اما در پایان چنانچه بیگانگان و عماملشان، یعنی همین دار دسته‌ای که دربارهشون صحبت کردیم، اگه اینا پیروز بشن به هدف برسن، تنها کاری که میکنن تعویض مهره هاست. یعنی مهره هاشون خودشون این آدمای وابسته میان جانشین این ملاهای ضد مردم میشن. یعنی چیزی عوض نمیشه، نتیجهش سرسپردگی مهره هاست، درماندگی مردم و سروری بیگانه. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما توی صحبتاتون حکومت شاه رو گفتید حکومت خدا سالار شاه. من چون این کتاب شما رو الان دارم نشون میدم و اینو خوندم میدونم منظور شما چیه، ولی بعضیا فکر میکنن شما اشتباه کردید، به جای خود سالار گفتید که خدا سالار. و طبق تعریفایی که تو این کتاب هست، هم حکومت آخوندها، هم حکومت ترامپ، هم حکومت شاه، همه اینها خدا سالار هستن. خوندن این کتاب رو به دوستان پیشنهاد میکنم و بازم ممنونم که این کتاب رو به ما معرفی کردید و ممنونم که وقت گذاشتید نوشتید اینو. ضمناً شما درباره بودجه تلویزیون من و تو گفتید که تلویزیون من و تو بودجهش از وزارت دفاع و پنتاگون میاد. ممکنه برای بعضیا این حرف خیلی ثقیل باشه، ضمن اینکه آقای حسن اعتمادی که خودش و فرزندانش اونجا کار میکردن و خودش در تأسیس این تلویزیون یکی از اون اولین ها بوده، ایشون توضیح داد که حکومت به اصطلاح بودجه و هزینه این رو پنتاگون میده. حالا دوستان از خودشون سوال کنن چرا پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، باید یه تلویزیون بشکن و بالا بنداز برای من ایرانی درست کنه. خیلی ممنونم که شما اینو گفتید تا من دوباره این رو به اصطلاح یه تأکیدی داشته باشم. شما در نوشتتون همینجور اشاراتی دارید به سمبول‌های تبعیض در آمریکا و مقایسه میکنید با سمبول‌های تخریبی در ایران. این سمبول ها کدامند و نقش و رابطه شون چی هست؟ یه مقداری در این مورد لطفا توضیح بدید. حتما، سپاسگزارم. ببینید الان ما شاهدیم که معترضان به بی‌عدالتی و نابرابری در آمریکا مدتی که هر روز یک حضور گسترده ای تو خیابونا دارن. تا یه چند روز گذشته یه حرکت بسیار درست و به جای رو آغاز کردن و این اینه که دارن مجسمه های کریستوفر کولومبوس، رهبرهای تبعیضگرا و ژنرال های نجات پرست رو پایین میکشن و نابود میکنن. یکی از دوستا تو اندیشکده میپرسید که اینا که همه مردن چه فرقی میکنه؟ من بهشون پاسخ دادم که پایین کشیدن این سمبول ها اولا کاملا در رابطه با افشاگری که ما داریم در مورد سمبول‌های تبعیض در ایران می‌کنی. دوم، یه نگاه بکنید به کریستوفر کولومبوس. سمبول دروغین پیدایش آمریکاست. آمریکا رو کولومبوس پیدا نکرد. قرن‌ها پیش از کولومبوس چند میلیون بومی در آمریکا زندگی می‌کردن. این ادعا که اون آمریکا رو کشف کرده مسخره است. مثل اینه که مارکوپولو بگه من چین رو کشف کردم. چین چندین هزار سال اونجا بوده قبل از مارکوپولو. کولومبوس
سمبل نابودی بومی ها و نسل کشیه. جنرال های ایالات جنوبی در آمریکا سمبل تبعیض نژادی و بردهداری هستند. همونطور که سلطنت سمبل ارباب رعیتیه، ما در مقابل سلطنت شهروند و آدم نبودیم، رعیت بودیم، بنده بودیم. همینطور که در مقابل مذهب ما امتیم، یعنی خودمون درک و شعور و توانایی نداریم، نیاز به قیم داریم. مجسمه های کولومبوس و جنرال ها رو و سمبول هایی هستن که برای رهایی از گذشته، گذشته شوم ویرانگر، باید نابود بشن. این سمبول ها تنها یادآور اون دوران نیستن، بلکه حضور اون زمان و در ذهن زنده نگه داشتنشونه. همینطور که شهروندای آمریکایی دارن خودشون از وجود این سمبول ها، سمبول های تبعیض و برتری جویی رها میکنن، ما ایرانیان باید سمبول های ارباب رعیتی سلطنت از ما بهترون و مذهب خرافی رو نابود و منهدم کنیم. چه اشکالی داره که به جای این امامزاده ها که سمبول تسلیم و کمدانی هستن، بیایم مدرسه، کتابخونه، کودکسرا و پارک کودکان بسازیم که نفعی هم برای مردم داشته باشه. ما نه تنها با این کمدانان و گمراهانی که دنبال نفش قبل قصدن دشمنی نداریم، بلکه تلاش میکنیم که بیایم با گفت این حقایق و واقعیت ها اینا رو با تاریخ میهنمون رو آشنا کنیم، برسن به جایی که به جای بت‌پرستی و مرده‌پرستی شهروند بشن. با رسیدن به مقام شهروند بیان با ما همگام بشن که اون زمان دیگه تردیدی وجود نداره که ما میتونیم خودمونو، کشورمونو از چنگال این ملاهای دزد، دروغگوی، ضد ایرانی نجات بدیم. به ویژه که هممون بر این باوریم که رژیم فقاهتی باید حذف بشه. تنها مشکلمون تفاوت برنامه جایگزینیه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. شما توی همین مطلبی که نوشتید توی مقالتون در مورد باور مذهبی بومی‌های آمریکا، اگر لطف کنید یه مقدار بیشتر توضیح بدید، چون مثلا راجع به کریستوف کولومبو اینم گفتید و من خودم یه جای خوندم که تا موقعی که خارجی‌ها نیامده بودن اینجا، اصلا اینجا ویروسی نبوده، چون اینها حیوانات اهلی نداشتن، حیوانات وحشی داشتن، میکشتن، شکار میکردن، میخوردن، تموم میشده. ولی اون حیوانات اهلی و اینها هستن که ویروس ها رو به اصطلاح منتقل میکنن. حالا اون ماجرای کریستوف کولومب هم که شما مثال خیلی خوب زدین در رابطه با اون چین و مارکوپولو. حالا در مورد باورهای مذهبی بومی های آمریکا لطف کنید این مقدار صحبت. حتما. پیش از باورهاش رو یه برداشت خیلی جالبی داشتن بومی ها از سفیدپوستای مهاجری که از اروپا آمده بودن. میگفتن که باورشون بوده که رفتار وحشیانه و غیر انسانی این سفیدپوستای مهاجر نتیجه بیماری هرس و آز، بخل و حسد، خودخواهی و یک بعدیگریه. به نظر من این بی‌نظیره، چون متاسفانه تو میهن خودمون ما به شدت گرفتار این بیماری هرس و آز، بخل و حسد، خودخواهی و یک بودیگری هستیم. اما بومی های آمریکا باور مذهبیشون خیلی جالب، میگه که مذهب حقیقی آن است که انجام میدهیم. آنچه در ذهنمان داریم، آنچه میگوییم، در رویایمان داریم و برای به دست آوردنش تلاش میکنیم. آنچه در زندگی روزمره انجام میدهیم، یعنی مذهبمان در زندگی کردنمان خلاصه میشود. بقیه مسائلی که در مورد مذهب میگوییم تنها حرف است.
این باور بومیای آمریکاست. بر پایه این باور اگه اینو برداریم ببریم تو ایران، جامعه روحانیت مظهر حرفهای بیهوده و کاذبه. ما با باور مذهبی بومیای آمریکا همراهیم. جامعه روحانیت و رژیم فقاهتی رو پلید و خرافی میدونیم و بر این باور هستیم که تمام مشکلات میهنمون زایده دو تا پدید است: حکومت‌های خداسالار سلطنت، مذهب خرافی ساختگی جامعه روحانیت. دو تا سیستمی که کوچکترین ارزشی و اهمیتی برای ملت و مردم قائل نیستن. ایران فردا متعلق به مردمه. در ایران فردا حکومت سرور و ارباب و آقای مردم نیست، خدمتگزار مردمه. حکومتی که برنامهش نجات کشور از بیکاریه، بالا بردن سطح زندگی کارگران و کارمندانه، مبارزه و مقابله با فاصله طبقاتی و ریشه‌کن کردن فقره. بنابراین ما نه دوباره سازی حکومت‌های وابسته گذشته رو میپذیریم، نه فاجعه رژیم فقاهتی رو قبول داریم که کشورمونو به برشکستگی اقتصادی و انحطاط فرهنگی کشونده. بعد یه پرسش از خودمون بکنیم: چنانچه بر این باور هستیم که ایران قادر و بایستی کشور آزادتر، آبادتر و پیشرفته‌تر باشه، و چنانچه باور داریم که هممیهنانمون میتوانن و میبایستی از امکانات بهتر و بیشتری برخوردار باشن، باید بدونیم که ارزش و اعتبار انسان در آزادیه. آزادی سرچشمه پیشرفت انسانه. میخوام گفتگومونو با یک جمله از جفرسون، پدر دموکراسی در آمریکا، در مورد آگاهی و آزادی پایان ببرم. ایشون میگه اگر در جامعه مدنی امروز ملتی توقع دارد که در حین ناآگاهی از آزادی نیز برخوردار باشد، باید بداند که هیچ وقت چنین نبوده و نخواهد. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشیم با وقت بیشتری. سپاسگزارم. حتما. خیلی ممنون. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو دارم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. یک بار دیگه من صفحه فیسبوک ایشون رو نشون میدم و امیدوارم که اون لینک مقاله رو خودتون اونجا بخونید و اگر در رابطه با اون صحبتی دارید یا سوالی دارید، مستقیما با خود آقای لادن تماس بگیرید. خیلی ممنونم از ایشون که میان و وقتشون رو با من و شما صرف میکنن و امیدوارم که بتونیم افراد بیشتری مانند آقای لادن رو هم در تلویزیون مردم داشته باشیم، هم در جامعه و به اصطلاح فرهنگمون. و ایشون خیلی قشنگ راجع به این مذهب و دین بومیان آمریکا صحبت کردن. بعضیا ما قاطی میکنیم دین و مذهب رو، در صورت که مذهب راه و روش زندگی یا همون تقریبا فرهنگه که اینا چون از دین میگیرن یه مقداری به اصطلاح چاشنی دینی باشه و میره کلن یه راه دیگه. دوستان عزیز، برنامه تلویزیون مردم بهتون گفتم که روی تلویزیون هم میتونید تماشا کنید از طریق تماشاخانه و روکو، ROKU. اگر در این مورد سوالی دارید یا مستقیما به وبسایت تماشاخانه مراجعه کنید یا با من تماس بگیرید. من از لحاظ تکنیکی، با وجودی که رشتم برق بوده، با وجودی که دبیر هنرستان بودم و برق تدریس میکردم، اولا برقی که من 40 سال پیش درس میدادم الان به درد نمیخوره، دیگه فیوزش هم سوخته. دوما برق رو شما با الکترونیک اشتباه نکنید. سوما الکترونیک رو با این IT و نمیدونم تکنولوژی جدید اشتباه نکنید. اینا هر روز عوض میشه و من و شما هم مجبور هستیم خودمون رو با اینها تطبیق بدیم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید و اگر شما هم مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید تا
تماس بگیرید و اینجا هیچ خط قرمزی برای هیچ کس نیست. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی.